استاد جلال چگونه یک شخصیتی است؟ عرض سلام و درود مجدد خدمت خودت فروتن عزیز، قادری صاحب، مویدی صاحب، بختیار عزیز و همچنان 230 نفری که در پای لایف حضور دارن. ببینید، ما در رابطه با استاد جلال وقتی که بحث میکنیم، ما با یک استاد جلال دوبودی در حقیقت مواجه میشیم که در مورد هر کدامش یا هر برهه زمانی زندگیش قضاوت مشخص خود داشته باشیم. یعنی قبل از توقیف شدنش یا قبل از آمدن طالبان در حاکم شدنشون در جغرافیای ما، وقتی که ما میبینیم استاد جلال یک آدم ضد افکار طالبانی، ضد افکار خراسان ستیزی، ضد افکار یعنی آزادی ستیزی می باشد، ولی دمی برهی زمانی که این آدم با چنین افکار اندیشه چی داره، سرکار داره، بیشتر مورد حمایت مردم و جامعه درون و بیرون کشور ما قرار می گیره. و هر کس بحث های اینا را که وقتی در رسانه ها شاید می باشن، واقعا ستایش می کنن، می گن که یک مرد یعنی چی است، حقیقت گوست، حقیقت گراست و در مجموع یک آدم، اگر ضمن از این که استاد دانشگاه است، یک آدم اکادمیک است و یک آدم دانشمند است، یک آدم شجاع و یک آدم نترس هم است. که طور مثال در تلویزیون جواندون وقتی که میره بحث میکنه، بحث خراسان خواهی را، وقتی اعضای برنامه مخالفت نشان میتن، به خصوص مجری برنامه، دیگه مایی که چی را از یخن خود جدا میکنه و برنامه را تمام میکنه و به قول خودش به گونه اعتراض ترک میکنه، برنامه را میبرایه. یعنی که میگه شما وقتی که خراسان با عظمتش، با او شکوه، با او گذشته درخشانش وقتی که نمیشناسیم قبول ندارین، دیگه اصلا بحث ما با شما معنا نداره. مثل این که من بحث کنم میگه، ولی یک لحظه فروتن سر ببخشید، ولی وقتی که اینمی بحث های گرایی و آزادی خواهی از این بیشتر سر زبان ها میغلطه، استاد جلال بیشتر مطرح میشه و در دور بعدش که باز به عنوان یک معترض امارت میایه و همینجا یک سوال دارم استاد شوی بزرگوار. اگر استاد جلال در بحث های سیاسی حضور پیدا میکرد در زمان و وقتش، میامد واژه خراسان را در خور تمجید و تحسین می داشت، یک شخصی به نام مارشال فهیم از آدرس مقامت در حرکه قدرت بود و هر آنچه دل استاد جلال می شد که چی در برابر خودی و در برابر بیگانه حرف می زد، او آدم بود که کسی به استاد جلال چیزی گفتن نمی تانست. اگر نه، استاد جلال هر کس توان از این را داشت که داخل یک بوجی بندازه و صدایش خفه بکنه، قسمی که طالب کرد. ببینین فروتن صاحب، ما این را اعتراف میکنیم که در دور حیاتش مارشال فقید از استاد جلال حمایت کرده. تنها مارشال صاحب نه، که عامر صاحب شهید، همچنان استاد شهید، استاد ربانی شهید. استاد ربانی شهید در اون زمانش همی آدم باعث استاد دانشگاه تعیین کرد و اینکه خودت هم نمک ناشناس روزگار عنوان دادی برنامه را، شاید اونمو نمک های استاد ربانی شهید و عامر صاحب مسعود شهید وقتی که آدم خورد و نمکدان شکنی کرد، شاید اونم به مو چی گفته باشی استراد. ولی در دور طالب وقتی که این توقیف میشه و امو نماینده طالب ها را گوساله خطاب میکنه، دیگه باز طالب ها دیگه با این برخورد خوب نمیکنن، این را ظاهرا میبرن توقیف میکنن، ولی از این آدم لخت میکنن، این آدم یک فیلم یک ویدیو میگیرن در حالت لچو
همونطور برهنش و اختارم میتن که اگر علی امارات بار دیگه زبان باز کرده بودی باز در هر جای دنیا باشه برای ما مهم نیست. استاد شوا اگر منظورتان هم سرنوشت شدنش چی است؟ چرا این جرأت اخلاقی را حداقل به اندازه چی پیدا نکرد که برای امیر وضاحت بده؟ نه ببینن اشتی خب شاید بالای از او به قول خودش تجاوز عمل جنسی انجام شد، ولی کسایی را که ما از زبانشان شنیدیم بالای استاد جلال چون کاری که در حق اشتی شد نشده، ولی تنها لخت ساختنش از دو رخ بدنش ویدیو گرفتن و گفتن که اگر بار دیگه علی مراد گپ زدی باز یعنی ویدیوی تا تکثیر میکنیم. یعنی توی یک کار ای هم قضاوت غیر عادلانه خواهد بود که ما او را خبر ندارم و بگوییم سپاس تو شوا به شما برمیگردیم. آقای بختیار، جنرال ادریس آریا را میشناسی؟ در مورد شنیدیم بله. همی کلپی که جنرال ادریس آریا آمده صحبت کرده و آنچه که در نظام جمهوریت در افغانستان مسئولیت داشته و وضاحت داده در مقطع پایینیش هم در مورد خانم استاد جلال حرف زده. یک کسی که در قانون خانوادگیش تسلط نداشته باشه و زنش اجنت باشه واقعا دم فکر تو چگونه یک تصویر است در برابرش؟ شخصیت ایشان، کاراکتر ایشان، آیا روشنگریش در مورد افغانستان که 30 میلیون انسان است؟ یک کسی که توانایی مدیریت یک نفر نداره و در برابر 30 میلیون انسان بیا صحبت بکنه واقعا قابل قبول است؟ درود به شما فروتن صاحب عزیز و همه دوستایی که در بحث حاضر هستن، دوستایی که در پایان لایف شنونده ما شما هستن. فروتن صاحب، قسمی که استاد شیوا اشاره کردن تا یک قسمت بعضی مشکلات و نواقصات ای آدم داشت، ولی به عنوان یک آدمی که منتقد نظام بود، منتقد چهره های سیاسی بود، مردم حمایتش میکردن، باعث یک استاد احترامش میکردن. بعد از اینکه آهسته آهسته یکی این موردی را که شما یاد کردین و بعضی موارد دیگر را مردم در وجودی احساس کردن، فهمیدن که آدم آدمی بی‌طرف نیست، آدمی واقع‌گرا نیست، آدمی که حقیقت را برملا میکنه نیست، بعضی اهدافی داره دنبال کارش و اهدافی را پیروی میکنه، او را تعقیب میکنه. آهسته آهسته گپ به جایی رسید که همینجا انتقاد کرد یکی از مقامات طالبان را. شما هم ویدیوش کل مردم افغانستان دیدن، حتی اکثر مردمی که بیرون از افغانستان هم بودن کلیپی را دیدن که او را گساله گفت. در این قسمت یک چند وقت طالبان را بردن نظربند کردن یا هر ترتیبی که خودش نقل قول کرده و نمیخوایم به جزئیاتش برم. در اینجا تمام مردم افغانستان به وقت اکثرا تاجک ها برش لابی کردن، دادخواهی کردن تا این آدم از دوباره از زندان رها شد. بدبختانه اینا زمانی که از زندان آزاد میشن، با وجودی که میگه طالب بسیلی در روی دستورت ما محکم زد، ما صدا زدم که این فلان چارایی آگاه شد مردم در فلان چارایی، وقتی که یک آدم را طالب میگیره به عزتش میکنه، او هم به سطح یک استاد دانشگاه، یک آدمی با اعتبار، یک آدمی معتبر، باز میای در اروپا وری یک جایی که آزادی بیان است به نفع اونمو طالب چی میکنی؟ تبلیغ میکنی. در زمان کسایی که او طالب را سرکوب میکرد به خاطر اینمی رقمی که خودت پیشتر اشاره کردی، آدم آزادی بیان باشه، صحبت بکنه، انتقاد بکنه، او زمینه را فراهم کرد، میای بی‌شرمانه او را توهین میکنی، تحقیر میکنی. در زمان با ارزش‌های همتبارایت که خودت میفهمی هر چیز را بایش میشه آدم کنار بیا، وقتی که پای ارزش‌ها میآید هیچ کس کوتاه نمیآید. شما ببینید اگر تو استاد جلال بودی، خب مردم برای تو عزت و احترام کرده بود استاد جلال شدی. اگر مردم به تو اعتبار نمیداد، احترامت نمیکردن، تو استاد جلال نبودی، خب مثل یک کسی آدم عادی دو کشور است مثل از او بودی. وقتی که احترامت میشه دیگه میای به مردم به احترامی میکنی، به باورهای مردم به احترامی میکنی، به فرهنگ مردم به احترامی میکنی، در حقیقت خودت را به احترام کردی. ما بعد از اینکه آدم خودزنی را شروع کرد، توهین و تحقیر خودی را شروع کرد، به عنوان کسی که استاد جلال احترام داشتم دیگه احترامش نمیکنم. مثل ما واری به میلیون ها، به صد ها تا به هزاران تا انسان دیگه از این آدم آزرده هستن. به شدت این آدم یک آدم روانی یا هم به قول استاد شیوا احتمالا کاری در حقی کرده باشه طالب که آلی این آدم جرأت نکنه بیایه با گردنی بلند
امو گپایی که واقعیت از داخل کشور ایره انتقال میداد یا به مردم میگفت امروز بیایه اونا را بازگو بکنه. در قسمت ای که موضوع خانم شما یاد کردین میخوایم همیشم کوتاه اشاره بکنم. بدون شک شما وقتی نظامی خانوادگی را که یک نظامی خرد است یک کسی رهبری ندانه اداره ندانه بدون شک و نیاز نیست به مسائل کلان کشور نظر بده و هم کسی نظر را با اعتبار بدانه. سپاس آقای بختیاری بزرگوار. آقای وحیدی صاحب، نظر برف استاد شیوا و آقای بختیار، یعنی اتفاقی که در برابر استاد جلال افتیده، استاد جلال حقایق را پنهان کرده و یا ای که هراس داره کلیپا یا ویدوهایی که پیش طالب وحشی قرار داره بیرون شوه، چرا جرأت همی یک جرأت اخلاقی و نموید زنای شجاعی و سرزمین که آنچه در برابرشان اتفاق افتیده خودشان ویدوهایشان را وقتی در دسترس طالب قرار داده که ایره در میدیا نشر میکنیم خودی از اونا آمدن پخش کردن گفتن اینه میتونه یک ظلم و استبداد در زندان طالب در برابر ما صورت گرفته. استاد جلال در حد یک زنم جرأت از ایره پیدا نمیکنه اخلاقا بیایه و حقایق را بگویه؟ چرا؟ درود و سلام فروتان گرامی، استاد شیوای عزیز، احمد شای عزیز، قادری گرامی. دقیقا ما یک کمک نظر و دیدگاه متفاوت است. ما زمانی که استاد جلال میشناسم از دوران اول حکومت مجاهدین میشناسمش که در اون زمان این شخصا از طرف استاد شهید، از طرف استاد ربانی شهید، ای به صفت رئیس دانشگاه کابل تعیین شد. ما از او زمان استاد جلال را میشناختم و ما زمانی بود که ما باز امو سال اول چون برای یک چند ماه وضعیت کابل آرام بود و ساحه دانشگاه کابل و بعدا جنگا شد اونجا را سنگر به اصطلاح برادرای اهل تشیع ما قرار گرفت. دانشگاه باز برای 3 سال تعطیل شد، بسته شد. برای 2.5 سال 3 سال تعطیل شد، بسته شد که باز بعد از 2.5 سال 3 سال باز من خودم دانشگاه رفتم که به اصطلاح اونجا در 15 اقتصاد، در رشته اقتصاد من کامیاب شدم. من از اون زمان میشناختم استادم. دقیقا که استاد جلال یک موضوع که یادم بسیار زیاد بازرس سیاسیون و بازرس سیاسیون جهادی زیاد تاخت تاس کرد، حتی در حکومت مجاهدین اونقدر نه، خب بعد از اینکه با اسلام مقاومت صورت گرفت، بعد از مقاومت که مجاهدین پس دوباره در 2021 داخل 2001 داخل کابل شدن، بازی تاخت تاز دیگه پایش زیاد شد. و یادم روابط تنگاتنگ که با حزب دموکراتیک داشت تا جایی که من درک و چیز کردم، تجسس کردم، این روابط در روابط تنگاتنگ با اعضای حزب دموکراتیک داشت و اونمو نظامی که به اصطلاح رفت از بین رفت و بالاخره دکتر نجیب هم در دفتر ملل متحد پناه برد. اینی یک سلسله گپایی بود که سر روی از این آدم هم تأثیر گذار شد، چون یک جنگ تحمیلی بود. اگر در غیر از اون مجاهدین نمیخواست که با هیچ گروه بخصوص عامر صاحب شهید و استاد شهید اینا به هیچ وجه به هیچ قیمت حاضر نبودن که در مقابل برادران خود جنگ کنن. این یک جنگ استخباراتی بود، یک جنگ تحمیلی بود که از طرف پاکستان و استخباراتش و قدرت‌های بزرگ جهان این جنگ بالای حکومت مجاهدین تحمیل شد و اونمو بود که ای آدم حقدمن شد. و بعد از اینکه به اصطلاح حکومت کرزی آمد در 2001، حکومت کرزی آمد، در اون زمان هم ای آدم او قدر تحویل نگرفتن و یا ای که به اصطلاح اگر تحویلش هم گرفتن چون اونمو عقده هایی که در ذهنش بود با اشخاص اونمو جهادی که من نامش را نمیگیرم که آدم همیشه برشان میگفت که او آدم چی سهویه داره و کدام سهویش ای چوکی را گرفته یا به او منصب ششته، اینا این کردن و آن کردن. باز میامد در خور مجاهدین و در تمام مجاهدین با حکومتش و با تمام چیزش
ای نقد میکرد و به اصطلاح توهین میکرد، در حالی که پیش استاد شهید یادم آدمی بسیار پیش قدم بود و همیشه نزد استاد رفت آمد میکرد، کمک های مالی از طرف استاد میشد، حتی از طرف خانم استاد یادم کمک های مالی میشد. این چیزایی بود که من خبر داشتم و به کرات و مرات یادم مراجعه میکرد میرفت. ولی مردانگی و کاکگی مجاهدین اینمی بود که یادم با امو توهین و تحقیر که ای با آدرس مجاهدین میکرد، اونا چیز نمیگفتن به صفت از این که به عنوان از این که یک استاد دانشگاه است، یک آدم دانشمند است، یک شخصیت دانشمند است، با او اساس برش چیز نمیگفتن، اگنور میکردن با مو با مصاب کلمه. به شما برمیگردیم جناب قادری سیب، به شما برمیگردیم وایدی سیب جناب قادری سیب، در امی اصول استخبارات امنیتی که ما کار کردیم، ما مثلا یک کارمند اپراتیفی سر یک شخصی که در یک چی استاد دانشگاه باشد چی در یک دوایر دولتی یک پوزیشن خوب داشته باشد که به اسناد و شواهد و مدارک دسترسی داره، سر از اون ما کار میکردیم، اسناد و شواهد و مدارک به حدی می بود که این آدم 5 سال یا 10 سال باید زندانی شود. وقتی در اداره مربوطه می آوردیم، یعنی ما میزان سنجی میکردیم که همی آدم اگر بر از زندان همی چیزی که ما میخواهیم آیا او برآورده میشه نمیشه، وقتی میدیدیم نمیشه یک فرمی به نام پروفلکتیک داشتیم، یعنی استخدام جبری، اول اسناد الزامی بعد او را در اداره مربوطه میآوردیم، اعترافش را میگرفتیم، تمام اسناد و مدارک دم رویش میموندیم که بیادر اینمی محکمه اگر اسنادهای دست طریق سارانوالی و تحقیق و بالاخره محکمه 5 سال 10 سال قید میشی اینی سختی ها سرت میآید، آیا به این قانع هستی یا ای که اینمی کل دوسیت را ما حفظ میکنیم بعد از اینکه در اداره رفتی اینه ای گپ ها را به ما باید روزانه مستند داشته باشی، آیا طالب این آدم واقعا پروفلکتیک کرده یعنی استخدام کردن و رها ساختن تا بیایه به نفع طالب لابی بکنه؟ درود بر شما میمانای عزیز شما. بله این حرف شما هم صدق میکنم و ما احترامی که به استاد جلال دارم چون یک دوستم هست و باهاش نشست و برخاست زیادی در کابل کردیم، صحبت های تلفنی هم داشتیم در قبل از یکی دو سال قبل. استاد جلال یک آدمی است که من ایره میخواسته بگم که به حساب دوستی من احترام میگذارم، یک نفر برادر خان آدم میباشه، دوست آدم میباشه، روابط میداشته باشه، این یک مسئله است که من ایره به جایش احترام میگذارم، احترام دارم و نگه میدارم. یک مسئله است که جناب فروتن عزیز موضوعات سیاسی کشور ما، مردم ما موضوعات سیاسی هست، ولی وقتی که موضوعات سیاسی میباشه در میان اینجا دیگه منافع عموم هست و منافع ملی هست، منافع کشور و مردم آینده نسل ما هست، ما در اینجا باید یک اندازه به اصطلاح صادق‌تر باشیم و وظیفه انسانی خود را در اول انجام بدیم. قادری صاحب یعنی اهل محافظه‌کاری و اهل کنار آمدن نباشیم. بله بله بله، در مسائل سیاسی نه، ولو برادر آدم باشه، ولو دوست صمیمی انسان باشه. ببینین جناب، یک روز در شهر نو کابل با استاد جلال قدم می زدیم به طرف رستوران هرات، همینجا چند تا بچه های از پنجشیر اتفاقا در داخل همین رستوران هرات بود، از بچه های بسیار مؤدب و تحصیل کرده بچه های پنجشیر، گفت استاد سر ما خیلی قهر استی. استادم گفت بله. اینطور است که دریانی از جناب فروتن عزیز که استاد یک عقده برداشت، یک عقده پیدا کرده در مقابل مردم پنجشهر، خارج از اون مسائلی که استاد بوده و امضا کرده و با پیش استاد ربانی میرفته و استفاده های هم میکرده، کمک های هم میشده و چند سفر هم فرستاده شده و اینا، او یک مسئله است. ولی در اواخر 20 سال این آدم یک عقده عجیب و غریب
در مقابل مردم پنجشیر پیدا کرد. یک موضوعی از این موضوعی است که من نمیخوام یاد کنم، موضوع خانوادگی هست، یک چیزی هست که لازم نمیدونم. این ارتباط میگیره با موضوع خانوادگی استاد. ولی یک موضوع دیگه از این که وقتی که استاد میایه در آلمان، آقای قادری سی بزرگوار یک آدمی که در فامیل خود تسلط نشته باشه، بعد بیایه روی 35 یا 36 میلیون انسان و سرزمین صحبت بکنه، قهرمان ملی یا احمد شاه مسعودی که مدیریت افغانستان در دستشان بود، بعد اعتراض بکنه که ولی این کارا را نکردن، یعنی گویا مدیریت سالم نداشتن، در حالی که خود شخص توانایی ظرفیت حداقل در کانون خانواده پنج نفری را مدیریتش نداشته. که خانم میره مثلا اگنت یک کشور طوری سازمانی یافته، ما حرفی من نیست که خدای نخواسته اتهام وارد کنم، به نام جنرال ادریس آریا بنویسن در یوتیوب و گوگل، خوشبختانه مستند موجود است. میگم یک موضوعی هست که باز ما اجازه بده که همین موضوع رو در اینجا یاد نکنیم. همه با معذرت دوست عزیز قادری صاحب، همین وحدت بدخشانی را امیر اگر لازم میبینی دوستا میبینن بالا بیار، همین آدم از اموچیایش است. اما کامریش باز کنم. آقای وحدت بدخشانی کامری تا باز که امید است که از بدخشان است، جای کلتور و فرهنگ است، امید که کدام تصویر مبتذل نمانی. آیه را آمدن درود میفرستم باشه. ولی یک موضوع اخیره که باز امی عقده های استاد چند برابر ساخت و در اروپا با تعهد که برای طالبا داده بود که هیچ وقت علیه طالبا سخن نمیگه، دو موضوع یاد میکنم. یک موضوعی که وقتی که طالبا خودت گرفتن یک تعهد نامه یا یک توبه نامه نوشته کردی، خب در امو افغانستان عزیز میموندی، افغانستان امروزی یک استاد بودی، تدریس میکردی، مبارزه تا میکردی، شاگردم تربیه میکردی، کسی دیگه تو را غرض هم نداشت. چرا آمدی به اروپا؟ ولی در اروپا که آمدی، این روزی که به اروپا میرسه منزل یک کسی که البته او هم اسمش امیل از فراموش شده، که از خلقی های بسیار عجیب و غریبی هست، جناب آقای ریگستانی زنگ میزنه و با او آقا صحبت میکنه در امی رابط های مسائلی که داشتن، و استاد جلال هم در اموجه نشسته بوده. امی آقا نمیگه که اینجا آقای استاد جلال هم در مجلس امیال امرای من نشسته، تشریف آورده از افغانستان، میگه که امی به اصطلاح امی خوب است که ما استاد جلال هم در جمع خود اضافه کنیم. ریگستانی فرمه که یادم بسیار افه میخوام چهار تا دوت اشنام میزنه و یک چهار تا گپای بر استاد میزنه و استاد اونجا نشسته بوده و این حرف میشنوه. اینجا دوباره عقده استاد دوباره نمو میکنه، دوباره رشد میکنه. اینمی هست که در اروپا در برنامه ها و در همه جای مبرایه مقامت و جبی مقامت و احمد مسعود و مرحوم بزرگوار شهید احمد چای مسعود و بخیر دوادش نام و ناسزاها میگه. این تمام برنامه استاد جلال که حیثیت آبرو و عزت یک استادی را نگه نداشت، این به یک عقده شخصی تبدیل شده. یک عقده هست که ما او را گفتم میاد آور شده نمیتونم، یک عقده هم که اینی دوباره ای به اصطلاح صحبت های جناب ریگستانی را شنیده بود، که البته جناب ریگستانی هم با مو ارتباطات صحبت های هزی یادم یک ذره سرزنش و یکی شاید هم دوتا دشنام حواله کرده. اینی جز که استاد در یه آخر هم تعهداتی که برای طالبا داده که اگر تو در اونجا صحبت کنی خانه تام ضبط میکنیم و اون تصویری را که جناب چواسف گفت شاید تکثیر کنن و شاید اسناد دیگه، و همچنان وظیفه گرفته باشه با یک مدیر. یعنی جناب قادری صاحب شما هم به می باور هستین که از استاد جلال کلپ برهنه، یعنی استاد جلال عکاسی کردن با بسیار یک وضعیت بدی که بعضی از زنها در میدیا حاضر شدن جرأت اخلاقی پیدا کردن اعتراف کردن، ولی استاد جلال تا به هنوز همی جرأت پیدا نکرده. خب استاد جلال جرأت را هم که پیدا نکرده، در ضمن از او هم گفتم یک عقده بسیار عمیق دارم.
بسیار عقده عمیق داره استاد جلال از پنشیری ها و بعدش هم همی عقده ها را نباید عقده های شخصی خود از گروپ های سیاسی می گرفت. یک موضوعات شخصی خانوادگیش بود، یک موضوعاتی که شاید با استاد آقای سپاس جناب قادری سه به شما برمیگردیم. آقای وحدت بدخشانی وطندار خوش آمدین، نظر شما در مورد صحبت های استاد جلال چی است؟ استاد جلال چگونه یک شخصیت از بزرگوار؟ سلام درود خدمت شما، خدمت مهمانات و خدمت دوستایی که در پایین صدای ما را میشنوند. امیدوار هستم که همه شما صحتمند باشین و دوستا هر جایی که هستن خوب سریال باشن. ببینین دیدگاه ها متفاوت است و شخصیت های سیاسی هم از نقطه نظر سیاسی و فکری پیروی مکاتب مختلف سیاسی و فکری هستن. در این شکل نیست که استاد جلال به لحاظ فکری وابستگی با جریان مجاهدین نداشته و نداره، یک واقعیت عینی است و این انتظار هم نداشته باشیم که از یک کسی که به لحاظ فکری با یک جریان و با یک مکتب سیاسی مشکل داشته باشه و باز او بیایه و شخصیت ها و افرادی که متعلق به او حوزه و یا به او تفکر هستن از او قهرمان سازی بکنه. هیچ امکان نداره، یک پارادوکس است که باید در نظر گرفته شود. اما بحثی که استاد جلال چگونه یک شخصیتی بوده و چی خدماتی را در حوزه سیاست و در دانشگاه انجام داده، این نقطه قابل عطف است که استاد جلال به عنوان یکی از مبارزین و به عنوان یکی از شخصیت های اکادمیک همیشه در رسانه ها و در مجالس با صدای قدرتمند آمده نارسایی ها ناهنجاری های جامعه را فریاد زده و هیچ کسی به اندازه استاد جلال این ریسک و این خطرات نپذیرفته. استاد جلال کسی بود که در حضور آقای وحدت بدخشان یک سوال خورترک بعد بیننده می باشم، شنونده هستم. وطنداری عزیز، اگر واقعا مقامتگرا به استاد جلال میدان نمی داد، جرأت اخلاقی از این دهتی در بحث های سیاسی بود که اما بلندترین کسی که در رأس قدرت، در اوج قدرت قرار داشت میامد نقد میکرد، در حالی که جلال طاقت و امسالم یک کلمه گپ زدن 5 روز در داخل زندان بودن. اما استاد جلال چرا همین چنین چیزی در زمان طالب نشد؟ با یک گپی آدیش دو ساله گفتنش خودش داره. یک چند تا بکس و قفاق هم اعتراف کرد. ببین وقتی که در میدان مبارزه میری گپارا داره، اسارت داره، شهادت داره، لطکوب داره، ای تو نیست که تو هم مبارزه بکنی و هم دیگه در سرت گل بپاشانن. امی حرفی را که استاد جلال در حاکمیت یک گروه شریر و یک گروه وحشتناک آمد بر ملاساقی، گروه کاملا گروه قومی است، زبان مردم نمی فهمه و خنگویش او رقم در رسانه بیاب کرد، امی جرات کی میکنه؟ بفرمانی که از امی شخصیت های قدرتمند تاجیک نشان بتین که در حاکمیت طالب امی حرف زده باشه. اینمو در خود تمجید است. اما بعد از امو کلیب یک کلیب نشان بتین که در مورد طالب وقتی از زندان بر آمده با امو شد اومد حرف زده باشه. چی نیاز است که آل با او شد اومد صحبت بکنه؟ اگر آل صحبت بکنه ما میگیم که خب برادر اینجا شک است، شک دهی است که طالب هر کسی که زندان بوده اگر زن بوده بالاش تجاوز کرده، اگر مرد بوده برانش ساخته، به عزتش ساخته، از او کلیپ و تصاویر گرفته. امیر امی استاد شیوا امیر ادعا میکنه بکشه یک ویدیو، بکشه یک چیز ایرایه بکنه که مردم بفهمن که میگه پر درست میگه استاد شیوا. استاد شیوا از پیش خودش میه فیلم گرفتن، برهنه ساختن، ای تور کردن، او تور کردن. خب بیا بیا نشان بده که مردم بفهمن. ایره ما هم برات میگم که منتقد استاد جلال چرا مشکل داره؟ مشکلی استاد جلالی است که میگه که تاجیک با هزاران قربانی قدرت سیاسی را گرفته بود. چرا 4 نفر معاملگری که از آدرس تاجیک آمدن قدرت فروختن و به چوکی و به پول و به دیگه مسائل؟ آره برادر، مردم در این میدان خدا روسی اینا انتقاد استاد جلال حرف نداریم، اما احمد شاه مسعود قهرمان ملی خود در قید حیات نیست که استاد جلال میاد در مورد از او حرف میزنه. او در معامله کلمگاسی نداشت. استاد برانالدین ربانی
من همراه نظرش موافق نیستم. محمد شاه مسعود یک شخصیت قابل ملاحظه بوده و یک چهره مبارز بوده و یک کسی بوده که در سنگر در دفاع از ارزش‌های مردم و حوزهش مبارزه کرده. من طرفدار اونمو اظهاراتش نیستم، اما به خاطر اظهاراتش نمیشه که استاد جلال مبارزات چندین سالهش ما نادیده بگیریم. در داخل کابل در تلویزیون جواندون میره با سر بلند با صدای رسا میگه که برادر موضوع خط دیورند فیصله شده است، مایکم میگیره میزنه در روی مردم میبره. خوامی یک جسارت میخواه یک رهبر تاجیک که دیگه را به جز لطیف پیدرام نشان بتن که در برابر خط دیورند میرقم یک موضوعگیری در زیر ریش ارگی پشتونیزم کرده باشه، بفرمایید یک کسی را نشان بتن. خو همه یا معاملگر بودن، همه یا دنبال ای بودن که ما در کنار حنیف اطمر قرار بگیریم، معاون شویم، امتیاز بگیریم، سفارت آقای بگیریم، آقای وحدت بلستان حامد قادری گفتنی داره براتان، مایک باز کردن، اجازه بتیم. درود بر شما. ببینین یک چیزی دیگه هست که شما از نظر روانشناسی دوله آقای کرزی و غنی را باید مطالعه کنن. در دوره غنی و کرزی اینا آمدن یک پروسه را ایجاد کردن به نام دموکراسی که بگذار مردم هر چی میگه بگه، که نشان بده که ما اینقدر این دموکراسی داریم که مردم هر چی میگن بگن. جنرال طاقت آمد و مردم کرکز میگه امی... چرا امیر چرا امی امی دموکراسی را دیگران تمثیل کردن اتونیستان؟ آقای جرأت و شهامت دیگه چرا نداشتن؟ چرا هزاران نفر آقای سیاوش دیدن که جمعیت توپ ختم شو، افغان توپ شروع شد، اینم رسانه بود، اینم آزادی بیان بود، انتحارش کردن. ای گپ هایی بود که در تلویزیون ها مردم به یخن و به جان و به دست هم دیگه بندازن به نام دموکراسی. دموکراسی موجود نبود، فقط چهار تا شارلاتان هم از رد میخوایم احترام به استاد می آوردن در برنامه ها بزنن دست به یخن که نشان بدیم که این افغانستان به دریت دموکراسی داره که هر گپی که میخوایم میزنن، ولی مسئولیت پذیری در قبال حرفایشون نداشتن. هیچ کدامش مسئولیت پذیری در قبال حرفشان نداشت. چطور مسئولیت پذیری نداشتن؟ همین که من میام حرف میزنم، اینمی که من حرف میزنم، اینمی امیر مسئولانه حرف میزنم. میتونست که از من دیج اگر بزنم در پشت دیگه حرف بزنم. از 30 سال در رسانه هستم. رسانه با پالیسی دولت در یک دولتی که میباشه او باید تحت پالیسی چی کنم مشو برادر که در مخالف است. من حرف خودم میزنم، چقدر میتونه جنبه عملی پیدا کنه یا نکنه من مهاجرت بیان میکنم. همزمان صحبت نکنیم، بگذاریم قادری سیب حرفش تکمیل شد. اگر جای حرف شما داشتین حرف بزنین و آزادانه. قادری سیب چند سال شده که از افغانستان بیرون است؟ یک لحظه یک سوال، چند سال میشه که از افغانستان بیرون شده ای؟ از افغانستان که اگر تو مامی چا به اصطلاح زمان کرزی 20 بار افغانستان بودیم. از نه 20 بار نگو، یعنی چقدر وقت شده که در خارج زندگی میکنی؟ یعنی در ساختارها وظیفه نداشته، در داخل کشور نبوده، چقدر وقت میشه؟ ما در از افغانستان سال 1981 اومدیم بیرون. خب 1981 برآمده، تقریبا تفاوت چقدر میه؟ یک یک 40 سال میشه که تو در کشور نبوده ای. فرقش چی هست؟ فرقش چی هست؟ خب فرقش چی هست؟ فرقش ما در داخل بودیم، ما جریانات هم میفهمم، تو خود در رسانه گپ شنیده ای، ما در داخل بودیم. برادر گلم، ما از لحظه که شما هنوز در تولد نشده بودین ما مسائل افغانستان تعقیب میکردیم، به اصطلاح ذره ذریش، چی از مجاهدینش بود، چی از حکومت نجیب بود، چی از بعدیش بود. اینطور نیست که یک نفر در خارج بود شما بگین والا شما در خارج هستین. امیال خودتون در خارج هستید که بعد خودت چرا حرف میزنید؟ من یک سال میشه که در خارج آمده ام، یا دو سال میشه در خارج آمده. من 20 سال در اونجا بودم. یک موازینه دارین که اردویتان بسیار زود، یعنی تازه وارد هستین در خارج، اردویتان تجربه خوب از داخل افغانستان دارین. استاد شیوای بزرگوار کاملا سیاست 20 ساله. استاد شیوای بزرگوار آقای وحدت انتقادشانی است که استاد شیوا گویا حرفی که میزنن هیچ گونه ثبوت یا اسناد ندارن. استاد شیوا شما روی کدام سند میگین که استاد جلال برهنه شده گویا از استاد جلال عکاسی صورت گرفته و ویدوی متصل نزد اداره طالب است؟ یک دقیقه مامی دور دور پیشن رخصت پیش استاد گراوی، یک دقیقه مرا وقت بدیم، ما رخصت میشه بس پیشن. وحدت عزیزم خوش آمدید میگم در برنامه. ما گله ما درد ما امروز از استاد جلال این نیست که به اصطلاح خدای نخواسته ما بیم توهینش کنیم یا برای توهینش آمده باشیم برنامه را گرفتیم یا گرفته باشیم. منظور ما چیز دوست عزیز، وحدت عزیز،
ما میگیم که در شرایط کنونی، در شرایط فعلی، در شرایط اینمی، در اینمی شرایط اساس چی ضرورت است، چی لازم است که به اصطلاح استاد جلال خودش یک استاد دانشگاه به آدرس قومش، به آدرس به اصطلاح شخصیتاش، به آدرس مردمش توهین کنه یا باز به آدرس شخصیت توهین کنه که او را تماما دنیا به اصطلاح امروز برش تعظیم میکنن. باز چی لازم است که همین کارا میکنن؟ اگر در شرایط کنونی یا در شرایط به اصطلاح قبلش یا در سقوط حکومت های کمونیستی، پشتونیزم یا افغانیزم، کدام یکی از همی ایلیت افغانیزم برای من نشان بده، از همی سیاست مدارایشان، از همی دانشگاهی هایشان که حکومتشان را توهین کرده باشن یا شخصیت هایشان را به اصطلاح توهین تحقیر کرده باشن یا با آدرسشان چیزی گفته باشن، باز ما او وقت با استاد جلال هم میگیم که درست از حرف شما بجاست، انتقاد شما بجاست. ببین نیست ولی من میره یک دقیقه اجازه بده، ولی یادم میره دعوت میشه در تلویزیون بهار که او همو کارگندان و به اصطلاح همو گرداننده از تلویزیون یک آدم فاشیست قومیه که به هیچ چیز بندواز نیست و میره به اصطلاح صحبت های زور گوش میکنه از هر حرف حدیثی که او بیداشته باشه، هر سوال متعفنه که او از استاد جلال میکنه و او آدم جواب میتفرش بسیار جواب مثبت و بسیار جواب منطقی برشان میگه، از دیدگاه از اونا بسیار یک جواب منطقی برشان میگه. ما هدف ما ایست که استاد جلال باید متوجه همو شخصیت خود باشه، متوجه همو کارکردهایی که به اصطلاح شما پیشتر فرمودین که چقدر خدمات داشته در دانشگاه و در مکتب و در دیگه و دیگه، متوجه اونمون مسائلش باشه، متوجه اونمون کارکردهایش باشه. خود درست است که در 20 سال جمهوریت هم اونمو رهبرای مجاهدین یا اونمو به اصطلاح سران مجاهدین به عنوان از اینکه این استاد دانشگاه است، به عنوان از اینکه یک شخصیت دانشمند است برش چیز نگفتن. هر اون چی ده ها ویدیویش این امیال وجود داره، ده ها ویدیویش در دوران جمهوریت که یادم توهین و تحقیر به آدرس مجاهدین کرده، ولی ده ها ویدیوی دیگه از شخصیت های ما وجود داره که حالا من کلش نامایشان رو برات گرفته نمیتونم که از فهیم دشتی و امثالش، فهیم دشتی بود و امثالش رو به اصطلاح اونو مولانایی که فوت کرد خداوند مغفرتشان، مولانا فرید امثال از او، بسیار شخصیت های دیگه بود که با آدرس همی نظام های فاشیستی قومی چگونه با اسلام مبارزه کردن، چگونه صدا داشتن، چگونه حرف زدن رفتن. ای به این معنا نیست که تنها استاد جلال آمده فقط در یک موضوع در یک تلویزیون جواندون آمد یک روز او را به خاطر موضوع دیورند که او را صنف شش مکتب ها میفهمه که دیورند چگونه امضا شد، چرا امضا شد، در کدام تاریخ امضا شد، چند دفعه دیگه به اصطلاح بعد از او تایید شد، مور تایید گذاشتن امیر رؤسای جمهورشان، او را خود کلگی میفهمه، او خود یک چیز واضح است. ولی ما هدف ما ایست که استاد بلیاز خدا، ما بازم برش از امیجا صدا میکنم که یکمه که بزرگی و گرانگی و اونم کار کرده و شخصیت خدا بشناس دیگه، لازم نیست که به اصطلاح باش کنه. ما بلخیسه که غوریسه، ما یک نقطه را برات میگم. ما پیشتر در ابتدا در صحبت هایم گفتم که استاد جلال از نقطه نظر فکری و از نقطه نظر سیاسی با جریان مجاهدین کدام رابطه نزدیک نداره. ای که شخصیت های متعلق به حوزه جهاد دوست نداره، احترام نداره و بس شخصیش است. اما به عنوان یک شهروند و به عنوان یک شخصیت آگاه جامعه همیشه صدای نارسایی ها و مشکلات جامعه را با صدای بلند در رسانه ها فریاد زده، در مجالس فریاد زده. اما در این که ما بیاییم بگوییم که چرا استاد جلال در این شرایط میای علیه رهبرای سیاسی و رهبرای جهادی متعلق به حوزه تاجیک تبارا صحبت میکنه، برادر استاد جلال این حرف میزنه، من این حرف میزنم، او رهبر که از آدرس امام آمد و در قدرت سیاسی بود و برای حفظ قدرت سیاسی که به خون هزاران جوان تاجیک شمال آبیاری شده بود و به دست آمده بود، او را به خاطر منافع و منفعت های مقطعی سیاسیشان گرفتن از بین بردن. ما در برابر ما خودم هم سر ما هم نمیخوایم دیگه سرباز و عسکری چنین افرادشان که برای خودشان فکر بکنن. سلطان صاحب نه بیرمی نقد تو نوبت ما است، یک دفعه صوت کنم اینمی نقد، اینمی نقد آقای وحدت، ما برد چیز بکنم استاد گرام، اینمی نقد آقای وحدت یک تحصیل کرده پروان کاپیسا و پنشیر هم داره، اینمی درده که خودت داری، یک جوان پنشیری هم داره. خدا حافظ ناصرتان.
این درد او داره، فرق داره، فرق داره، دیدگاه ما فرق داره. او میگه خیر از یک چانس دیگه میتیمش، ما میگم نه خیر چانس دیگه نمیتیم بدش، باید چهره های جدید، شخصیت های جدید باید قبل از همه، قبل از همه آقای قدرت انتقادم سر استاد شیوا بود که گویا اتهام علیه استاد جلال وارد میکنه، بگذاریم پاسخ بگوین. آقای کامبیز و منگل هم خوش آمدید میگم، آقای منگل پس بیتبا. عرض سلام و برادر میمونی گرد زدن ما یا نه؟ قبل از همه عرض سلام و درود دارم خدمت آقای وحدت بدخشی. آقای وحدت بدخشی ما بار اول است در لایف ما میبینم و میافم، خوش آمدید میگم شان و زمنم بچه دوست داشتنی است، مرد آگاه و دانشمند است. ما تنها ببین دوست گرامی، خودت گفتی که سر چند موضوع که خودت بحث کردی گفتی قبل از استاد جلال کدام کسی بوده که در رسانه بیاید در ساحه حوزه تسلط طالبانی علیه طالبان حرف و حدیث بیان کنه؟ ببینید ما قبل از سقوط پنجشیر یک مردی که نامش فراموش شد که از کجا بود، هم در پشتو صحبت میکرد هم در فارسی، اما فکر کنم فارسی زبان بود، برادر سید کاظمی شهید. نه غیر از او هم از ببین قبل از او آدم میاد در طالب صدا میکنه، میگه تو میگه پنجشیری را میگه میگی برادر کافر است به حکم مرتد بودن، چه تو کی هستی؟ میگه تو طالب همی یک رنگ طالب در آدرسش، اما تاخت تازی همه تو بسیار همه تو مردانه میکنه که استاد جلال به او حد حرف نزده دیگه، یک گوساله گفت که سوان از دانش برای گوساله گفتن یک لحظه ببینید آلی گوساله گفتن نه، ای که وقتی او خودش میگه مرتد توستی، ظالم توستی، جابر و نامسلمان توستی که بالای مردم پنجشیر، بالای مردم عام و مظلوم پنجشیر تو حمله ور میشی، مذاکره نمیشی، ببینید یک گروه را مکمل نظام هم میگه، نه این نظام هم میگه، یک دو فرد در یک رسانه میشینه بینی هم و بس جداست که بستن اداره خواهی هم نگفته نظام هم میگه. دلائل داشتی بعد از سوشی بود ارائه داشته باش. ببینید این هم نگفته که نظام شما گوساله هاست، این هم میگه یک گوساله را شما میارین در رسانه با ما هم صحبت بشدیم، یک شخص هم میگه. ببین یکی دوم برادر سید کاظمی، سید مصطفی کاظمی شهید، وقتی که بحث میکنه که روی اونمو بحثش توقیف هم میشه، بعدش یک خانمه که میایه میگه ما اصلا طالب به عنوان یک گروه ظالم ستمی میشناسم که ستمگار است و تمام مردم ما را ستم میکنه، طالب مسلمان نیست، هر کسی که مرا میکوشه از این استودیو برآمد مرا برا بکشه، اما نامش اتفاقا همی لحظه در یادم نیست. یعنی به شکل از این ده ها کس دیگه حتی زن ها جسارت بسیار متقابل ملاحظه کرده. شما ای آدم کدام تو چی نساز نقطه گفته مردم قابل عطفه، یکی و دومی که ببینین وقتی که ما میبینیم به قول شما میگن استاد جلال از لحاظ فکری با مجاهدین سر سازگاری نداشت، چون استاد جلال اهل حزب دموکراتیک بود یا هر کاری که بود، یعنی با مجاهدین روابط فکری خوب نداشت، از او آدم انتظار نداشته باشین که بیاین برای مجاهدین قهرمان سازی کنن. ما اصلا نمیگیم که استاد جلال آمده مجاهدین تعریف کنن، اما خواهشن از درگاه استاد ربانی شهید هم طلب ریاست دانشگاه کابل را نکنن، از خانم استاد ربانی شهید بعد از شهادت استاد هم رفته هر بار گفت و بخشیشی نگیرن، که در چندین جای هم گفته بود که قدرتمندترین زن بی بی آجی خانم استاد ربانی شهید است. کسی که امت عزیره نداره که دمو عزب و روش فکری خودش استوار باشه و میره پیش یک زن عزب مخالف خودش، رهبر عزب مخالف خودش میره استاد میشه و طلب یک طعمه و یک لقمه نان و گفت و خیرات هم میکنه، او اصلا به هیچ عنوان آدم با استقامت نیست.
چون این آدم دائم الخمر است، این عادتش است. و موضوع ویدیو گرفتن نه دیگه استاد شوا، استاد شوا توهین نکو دیگه، باز توهین نکو، خیر است این لطف شما است، باز ما شما نظر خود دارین. دائم الخمر تو در کجا دیده ایش که خمر بزنن؟ آقای اگر من میال اگر من میال از آدرس بگویم برای دارما، دارما از آدرس نیاز داشتیم ویدیو بیان، حق نداری توهین بکنی. نه یک دقیقه، یک دقیقه ببین، یعنی دهان بس اومد حرف زد شما آقای وحدت پیکسال امین استاد شما گفتی که بدخشانی مسئله شواهد و مدارک میگه که استاد جمال برنامه کردن پیکسال وضعیت بدن متاسفین تاجیک شما هستی. آقای وحدت یک دقیقه واسه خودگا ما بینیم دیگه نمیشه برادر، نقد بکنه، نقد سالم بکنه، صحبت من خلاص نشده. ببین ببین آقای وحدت، دکتر پدرام کبیر و بزرگوار ما شخصا خودم در برنامه میزبانی کردیم و تا لحظه هم که رفته نستوی نادری در غیاب ما حرف مرا تکرار میکرد، میگفت که پدرام کبیر میگن. از کجا معلوم که در برنامه ایتان دعوت کرده استاد جلال نامده باشه علیهش برنامه گرفته باشین؟ از کجا معلوم میاله؟ اگر ما دعوت کرده باشیم حلال دنیا سر ما حرام، و اگر ما نیاز داشته باشیم به همچون آدم های به استقامت. ببین وقتی که خودت بحث تصویر جعل و تومتش هم میگی که تومت کرده، ما یک دوستم هست که امیال نامش هم نمیخوایم بگیرم، در استخبارات کابل بسیار کلان آدم است، جریانی را که اونمو آدم چشم دید خودش است برای من در تلفون در واتساپ برای من کل جریان را صحبت کرد که استاد جلال چگونه آوردن، چگونه رها کردن، چگونه خانوادهش که آمد پشت دروازه توقیف خانه چیا رد و بدل شد، کیان به دبین بیانجیگری کردن. ببین حتی تا این چیارا مجددی خیل نیمونو گیلانی خیل گیلانی بچه سید احمد گیلانی، حتی اونو آدم که وساطت کرد تا تمام جریان مکمل بیان کرد برای ما که چه رقم استاد جلال آوردن، چه رقم تحقیقات گرفتن و چه قسم اصلا رهایش کردن. برادر ما دیگه گپ هوایی نمیگیم. همیال پیشتر در جریان گپ ما پیشتر فروتن گفت که چی احتمال وجود داره که مانند چی اگر حرکت شده باشه، من کاملا رد کردم. من گفتم که نه، هیچ وجدان زنده اصلا قضاوت نمیکنه، اگر پک نشونیده باشه ندیده باشه او را تایید کنم. من گفتم من او را تایید نمیکنم او گفشه، اما ایش را تایید میکنم که کسی که چشم دیدی صحنه بوده برای من گفت که اینطور موضوع شد. استاد جلال اینا نکردن که دواب تر کردن دبرق بتن، نکردن که یک بیزتی دیگر استاد شوار، من میگم استاد شوار یک چند نفر گرفت لد کرد یک ویدیو گرفتن سند میشه. ببین اگر من یک دوره همون تو توقیف شده باشم و توقیفم رسانه‌ای شده باشه و یک تعداد کسا هم دادخواهی ما در سرک برآمده باشه، بعدش باز بگویی که روی اینی ملاحظه اعلام کردش مردم قبول میکنن. نه که من توقیف نشده باشم تو بگویی که اگر استاد شوا زدان ببرایه، او استاد شوایی که بود چنین استاد شوا نباشه طبیعتا مردم شک میکنن. اگر به مو صلابت و هیبتی که در گذشته علی طالب حرف میزد اگر حرف بزنه میفهمیم که گپی تو نه ببین یک آخرین حرف فروتن صاحب آخرین حرف اگر استاد جلال علی طالب صحبت کنه میگه که این کدام مجازات شده نه. و ای زیر فشار بوده به او خاطر آل اقدامن شده علیه طالب بسیار جدی حرف میزنه. ای بانوهایی که از توقیف خانه نه ای بانوهایی که از توقیف خانه برامده علیه طالب بیانات خودم میتن، اونا چی هستن؟ یکی دو تیمی ها از کجا حقیقت باشه؟ امی بیانات یا میره کسی پول داده باشه بگم ایز حالات بودم حالا شخصا خودت بینوان یک مرد وجدانت قبول میکنه بگوی ولی مرد توقیف خانه بردن اینه تو کار کردن خودت ترور شخصیت خود میکنی؟ بحثی منافی باشه بسا مردم بسا کارا میکنن استاد شوایی و یک نفر بحث منافی ببین نه نه عزیز دل یک نفر بحث منافی دو نفر ده ها بانو میای میگه بالای من گروهی تجاوز شد یک بانو میای میگه من تا حد میگه خود کثیف احساس میکردم که تا یک ماه دیگه هم که خودم میشستم حس میکردم که پاک نشدی و میگه بعد از اینکه من از زندان چی برآمدم تا یک هفته دیگه ادرار خود گرفتن نمیتونستم. یک زن تا میاد برای خود تهمت میبنده؟ ببین هر کس آنچه که حقیقت است. و من آخرین حرف من میگم ایست که به قول شما بیخی استاد جلال متفاوت فکری با مجاهدین،
من نمیگم که به قول خودت که پیشتر گفتی که او کسایی که آرمان های ما را و هویت ما را مملکت این آدم بیایه او را تعریف کنه، من نمیگم که بیایه برای ما تعریف کنه رهبرای فعلی ده. اصلا چه مشکل داره با احمد شاه مسعود شهید که میآید آدرس احمد شاه مسعود شهید میگه احمد شاه مسعود قهرمان پنجشیر بود، او رقمی قهرمان هر منطقه یک تا داره، چی حق داره که میآید استاد ربانی شهید دلیلش میکنه؟ چی از دلیلش مهربانی؟ دلیلش استاد دلیل نه دلیل چی است بندازه قهرمان دلیل شما برات میگم به اندازه احمد شاه مسعود منحصر و مربوط به یک جغرافیا ساختن و به شکل انحصاری یک تعداد سنگ بر سینه زدن که دیگه تاجیکا میگن پس نیاز نیست که ما دیگه کنارش باشیم چون این متعلق به جغرافیا ما دیگه نبوده. فقط این یک مرد یک موقعیت از یک جغرافیا است که میگه از ما شما حق ندارد، حتی مردم هم مالی شدن که اکسای شب بگذارن در جایی. هیچ پنجشیری نگفته که احمد شاه مسعود متعلق به یک منطقه نیست. هیچ پنجشیری نگفته. یک وطندار پنجشیر ماست. ببینیم همین چی حرف داره. آقای کامبز. نوبت ماست. نوبت ماست. آقای کامبز نوبت شد. آقای منگر. نوبت آخو ماست. فروتن کام. کامبز آبان. نوبت خود ما درود برای شما اقم از آه بخاطر اقم. درود برای شما برای جناب استاد و برادرم احمد شاه بنیان گذار تلویزیون و آقای وحدت بدخشانی کامبیز همه که آقای کنا. آقای وحدت بدخشی آمد گفت که بجز از استاد جلال دیگه کسی جرات نکرد در رسانه ها حرف بزنه در مقابل طالب. من یک مثال کوچک میتونم، امو وطنداره که مولوی بود در قندس حرفای زد که تا به حال سرنوشتش نامعلوم است که جلال تو حرفا را جرات نمیکنه بزنه. یک مثال کوچک. یک دوم دیگه جناب وحدت بدخشان استاد جلال از برکت حزینمی مجاهدین خانمش در وزارت از برکت همو کسایی که امروز هزار رقم تاپه های گوناگون برش میزنی از برکت از آنها در وزارت آمد و از برکت از آنها انتقاد که استاد جلال میکرد هر آن کسی که در او جغرافه میکرد استاد چیوا پیشتر اشاره کرد که شش ماه هفت ماه بندی خانه را اوجا میگذاشتم، ولی به خاطر از اینمی که استاد جلال می آمد از حامی مقام امی مجاهدین چه میگن حمایتشون میکردن کسی جرات نداشت درباره استاد جلال حرف بزنه. یک اگر ما از خودت یک سوال دارم، اگر حرفای استاد جلال برای خودت قابل تایید است پس همو جنرال که آمد ترور عمر صاحب حرف زد در قبال از او دیدگاه تو خودت در قبال همو حرفای مجرال چی است؟ این مای پنجشیری هستم که این حرفا را تحمل میکنم و هیچ وقت هم نمیام در صفحات مجازی دامن نمیزنم. شما میدانم که حرف او جنرال شاید درست باشه و نادرست باشه ولی بنافع من هست و هیچ وقت این حرف از او را در صفحه مجازی نامدیم دامن هم مزنیم، اگرچه من میتوانستم او را خوب به درستی به خاطر تو محلگرا به خاطر توی که شب و روز می افغان توب میگی، توی که می مارشال صاحب توهین میکنی، توی که می همه روزه تخت و تاس میکنی بالای پنجشیری، من میتونستم او را منبع قرار بدم و خودت 88 رقم فامیلی جا متهم میساختم که کیها. ما با گفته همو جنرال میام نقل قول میکنم که کیها پروتکل کرده بودن که عمر صاحب آقای منگل مسئله را به محل نکشانیم بیبی یا محلگر هستم ایجا... جا که نر نه امو جنرال نام میبری اینی جنرال ادریس هست آریا تخلص میکنه ما بستن است. ببین آقای فروتن ما زبان ما بستن است، خیلی حرفا در دل خود داریم به خاطر از اینکه مردم ملت ما از ما دور نشود خفه نشود یک نزای دیگه نه افتاد. یعنی منظورت که اتحاد و وحدت مردم از بین نره بعضی چیزایی را نمیگین؟ بله دقیقا. حال ما هم خواهش ما از استاد جلال اینمی است اگر استاد جلال حقیقت گرایی میکنه میایه علی مردم ما بزرگای ما شخصیتای ما را موقف و جایگاهش را میخواه زیر سوال ببره علی طالب چیز نمیگه، پس ما هم که وقتی حقیقت گرایی کنیم برای استاد جلال چیز نمیمونه. یک استاد دانشگاهی که در فامیل خودش تسلط نداشته باشه بعد او بیای سر 34 میلیون انسان که مدیریتش در دست دو تا شخصیت و چهره درخشان اون سرزمین پروفسور استاد ربانی و قهرمان ملی احمد شاه مسعود دو نفر اهانت و توهین بکنه، با من فروتن هم دیگه استاد جلال قابل احترام نیست.
بعد میای ما حقیقت گرایی میکنیم که همین استاد ما جامعه را به سمت روشنایی میبرد، چرا اول همین روشنایی را از فامیل شروع نکرد؟ آقای کامبز از شما میشنویم بزرگوار، نوبت شما است. درود خدمت شما فروتن عزیز، شیوای گرامی، قادری عزیز و ای دوست دیگه ما، بخشش باشه نامتانه و کنهان دای پایین هستن. من بله شنیدم، بحثا را شنیدم با آقای قادری. من یک وقت بچی خورد بودم، اینا در شبکه که می آمدن یک تلویزیون داشتن ساتلایت، اگه شما نمیفهم چینل چند بود، منتظر می بودیم که باش مگم صدای ما فقط از شبکه از او بره که بگیم این صدای ما در تلویزیون شنیده شد. در روز زمان آقای قادری بحثشان بحث هویتی بود، تاریخی بود. من وقت خودم شاید بسیار راحت میتونم بگم افغان توپم بودم. اینا بحث خراسان میکردن و او وقت زهره یوسفی اگر اشتباه نکنم رو بروی نشسته بودن، میگفت که ظاهرشاه خیانت کرد، داوود خان ای کرد، که تا بحث هم میکردن. یعنی هدف مزی است که خو از یک جهت که بگوید لای آقای قادری عزیز در این قسمت ها بوده و خود شناخت خوب کامل از جامعه خودم داره. اگر بگویم که آقای استاد جلال آقای است که بر مبنای دموکراسی و دیگه و دیگه میان بیان میکنن تام دیدگاهشونه، آقای قادری مدت 40 سال میشه در کشور دموکراتیک دنیا که حرف حوال میزنه و خودشم میگه پلیسی ما است در تمام دنیا باید دموکراسی برقرار شود. یعنی در اونجا زندگی کرده میفهمه که یک انسان چه قسم باید یک نفر یک شهروند بیان بکنه دیدگاهش. و در قسمت دیگه چطور میتونه احمد شاه مسعود یک قهرمان باشه در مثلا در هر قریه باشه، ولی طرف دیگه دکتر نجیب یک آدم بسیار خوب ملی‌گرا باشه؟ در صورتی که شما میفهمید آقای قادری عزیز، فرید مزدک آمدن چی گفتن؟ گفتن که دکتر نجیب، یعنی در آخرای حکومتش، حالا گفت که برام آمد، گفت که ما به حکومت در سرزمین بعد دو نوع میتونیم یعنی کنترل بکنیم، یکی عبدالرحمن خانی، دیگه‌ش هم نادر خانی. یعنی شنیدم بله، اسلامی مرکزی ولی سیاست عبدالرحمن خانی یا نادرخانی. یعنی چی؟ کلمه نار بسازن. او میشه یک الگو بر آقای جلال، ولی احمد شاه مسعودی که هدفش آزادی سرزمین بوده و فکر نکنم به اندازه آقای احمد شاه مسعود که کتاب نوشته کردن، شعر گفتن، آهنگ سرودن برش، جاده ها را کردن، یک تا شخصت هم احمد شاه عبدالی را که میگن مؤسس افغانستان که نبوده و ارتشان شاه خراسان بود، بنام از او کس کتاب نوشته نکردن. ولی امروز او را میان میگن که مثل هزی در هر قریه هست. خب خیر، به هر صورت میگذاریم در قسمت از این که در اون زمان کسی در افغانستان در زمان طالبان در پایتخت کسی سر صدایش نکشید، فروتن عزیزم یک وطندار که بود، نمیفهم از کجا بود، وکیل یک منطقه بود فکر کنم، نیک آمد مستقیم صحبت که چند وقت باز زدن کلش شکستان دا بودن و شیواز یاد درم شعر بود فروتن هم در لایف آورده بودش. بله استاد شیوا همون چند دفعه استودیو یوتیوب که آورده بودیم، وکیل وایسل آباد از ولایت پنجه. آی خیر ببینی چقدر هم تو صحبت میکنه، میگه ما هستیم مردان هم تو استاد میشه میگه. و از طرف دیگه آقای جلال ببین مثل یک چی استفاده شده. حالا تو فکر کن در شورای اهل، فکر کنم در یکی از سالگیرهای استاد مزاری بود قادری شیوای عزیز، کجا هم رفت نه بسیار حرفای توهین آمیز زد. و حالا بگذار در هر جایی که قبیله میخواد از او سوی استفاده بکنه، حرفای از او رو میای بالای ما، یعنی یک تهنه دیگه هم میتن به هر جایی، ارزشای ما رو توسط استاد جلال زیر پای میگذارن. خب میگذاریم، حالا یک دیدگاهش از بگویم بر صورت. و در قسمت از این که اگر در گذشته کسی از بزرگان خیانت کردند، درد مشترک است برای همه خیانت کردن، که من یک متن اون روزم نوشته کرده بودم و یاد نمیکنم، مگه فروتن در فیسبوک خوانده باشی که چی کردن با جوانای ما ولی به تفاوت بدن. خب حالا کردن، همه ما میگن کردن، یک سال دو سال سه سال روی زمین صحبت کردیم، خائن خودم میشناسیم، خدمتگار خودم میشناسیم، ولی گپ ایست که حالا چه راهکاری باید برای آینده خود داشته باشیم، چطور میتونیم اقتدار از دست رفته دوباره پس بیاریم، چطور میتونیم دوباره مردم خود سربلند بسازیم. باید روی از این صحبت کنیم، نمیشه که ما یک عمر بشینیم خیانت کردن خیانت کردن، ما را فروختن، ما دیگه سرباز کسی نمیشه. خیر ببینی یه بسیار گپ خوبی است، نباید سرباز کسی شو که در اوج منافعش نباشه. یعنی منطقی است، انسانی است فکر شما. ولی از طرف دیگه سوال ما این است که درست اونا فروختن خیانت کردن، سوال از اینا در مورد از این که فصیح الدین که امروز خودشان سرباز دیگر هستند برای اقتدار پشتونیزم میجنگند و اونا دیدگاهشان در مورد از اون چیز، ما تا بال واقعا دیدگاه از اینا نشنیدیم که واقعا ما آدم خوب هستن و یا که فاتح اون دوکش ها هستن، کتابم برشان چاپ کردن، و
و سوال دومی ای است که پیشتر منگل یک چیزی گفت، خب تشکر فروتن عزیز. حالا فکر کو یک نفر دیگه بلند میشد، خدای ناخواسته میره بر منطقه خود اینمی آقای بدخشی با طالب ها جوانایشون از تیرباران میگه، با او صدا میکرد میگفت هموک نکش. متوجه هستین چی میگم؟ هموک نکش. در قریهشون جشن میکردن وقتی که طالب هلمندی در کو گردن بدخشانی پرتین دیگه ایران بدخشانی آقا مطلب دفاعیت در نوبت ماست. ما برای شما میگم شما تکمیل میگشین که آخر پایان شعر میسرودی. منگل لطفا مایک نزن. منگل اجازه بده که باز ما گپان جنبندی بکنم که خدای نفسی چی نشه. ما اینجا بحث محل نداره. ما بارها گفتیم اگر تاجیکا در کابل جای میشدن پروان به وجود نمی اومد. وقتی که نفوذ زیاد میشه مناطق دیگه به وجود میاد، بخشا ولایت میشه، شهرستان ها به وجود میاد، شهرستان ها تبدیل به ولایت میشن. و امروز هم که ما هستیم نمیشه بگیم تاجیک آمریکایی، تاجیک بدخشانی، چی فرانسوی و آلمانی. کل ما یک تاجیک هستیم در مناطق و در کشورهای مختلف زندگی میکنه. بحث منطقه ای نسازید که بخواید چهار نفر به خاطر محل در پشتتان ساد بکنید. ما از تو سوال دارم. سوال ما می بود که او فاتح خدای نخواسته می اومدم تو را میکشتم، خونه تا در میدادم، توهینت میکردم، تحقیرت میکردم با چهار تا هلمندی و قنداری و دیگه و دیگه، ریشتفایدهای منطقه تا با قفاق میزدم، بازم می اومدم کتاب نوشتم میگم فاتح اون دوکش ها. یعنی دیدگاه تو چی هست؟ حالا ما خود این در آخر ایران بگویم که هر جنایتکار طالب، هر تاجیکی گرفت در کنار طالب استاد شده، او مربوط به منطقه و محلش نیست، اونا جز مزدور بیش نیستن. ولی هدف از این است که شمایی که انقدر واقعا چه میگه سرباز دیگران همیشه به خاطر دیگران میجنگید، در مورد فصیح الدین چی گفتنی داری؟ یک روز درباره ادامه صحبت بکنی که واقعا ما بفهمیم که شما از تاجیکای هستین که اصلاح طلب هستین، خائن خائن میگه، خدمتکار خدمتکار. گفتنی ما همی بود. بازم تشکر فروتن عزیز. سپاس آقای کنان. مایک تباس استاد. آقای قادری صاحب شما حرف بزنین، بعد کنان نوبت بده. ما کوتاه نوبت از کنان بود. تشکر از جناب کنگریز عزیز و دیگر عزیزان. من همینجا دو نقطه را میخوایم خدمت شما عرض کنم. ببینین احمدشاه مسعود بزرگ در زمانش امو وظیفه انسانیش و میهنیش انجام داد، همه را دور خود جمع کرد. هزاره بود، ازبک بود، تاجیک بود، ترکمن بود، پشتون بود، جمع کرد و ثابت ساخت که همه را دوست داره و مبارزه برای آزادی وطنش میکنه. آله که میگن این محله گرایی کرده، به نظر من خود ما بارها و بارها گفتیم که احمدشاه مسعود بزرگ یک کابلی است، چون در کابل بزرگ شده، در کابل مکتب رفته، در کابل در جریانات سیاسی بوده، در کابل در تظاهرات بوده، درس خونده، بزرگ شده با فرهنگ کابلی. محله گرایی وقتی اگر میکنین، او در او زمان وظیفهش انجام داد، محله گرایی نکرد. آل شما محله گرایی نکنین، خب برین همین مردم را در ولایتتون جمع کنین، اینما طور یک شورای نظار شما ترتیب بتین در محلتان، تا ای که میایین برای احمدشاه مسعود بزرگوار که ایجا محله گرایی کرده، خب برین در بدخشان، برین در هرات، برین در یک جای دیگه، چرا همه را جمع کرده نمیتونین؟ و خاطر ازی که اونمو نظر آیدیا یا کرزمیز احمدشاه مسعود بزرگ با سواد و دانش و فهم و شعورش ندارن. این یک مسئله. دوم مسئله این است که ما امروز جناب فروتن عزیز دشمن مشخص است. دشمن ما مردم افغانستانی یا خراسانی ها، حتی سر تا سر افغانستان دشمن مشخص است. و دشمن کی است؟ طالب. آل یا با طالب هستی یا نیستی، دیگه چیز سوم وجود نداره. یا ضد طالب هستی و مبارزه میکنی علیه طالب، یا با طالب هستی. اینال وقتی که میاین توطئه میچینن، میاین تخریب میکنن، میاین حرفای ناشایسته به نحوی یک استاد میزنن، میاین از آن مردم از نظر پروپاگاندیزم خراب میکنن و مردم به اصطلاح مشکوک میسازن و جوانان کسایی که سنایشان پایین است که ندیدن بیچاره دیگه حسین موارسن پخته نیستن که دوره های مختلف را دیده باشیم، اینا قضاوتشان هم بیجا میباشه. پس به این لحاظ از نظر من استاد جلال بزرگوار که احترام برش دارم یک طالب است، فعالیت برای طالب میکنه، فعالیت برای اونمو پشتون خواهی میکنه، فعالیت برای اونمو
نادرخانی و عبدالرحمن خانی میکنه. امروز همین صحبت های آقای مزدک بسیار یعنی واقعا امو درون مغز دکتر نجیبه برای مردم تشکر چون معاونش بود. پس ما دوستان عزیز و گرامی، دشمن مشخص است، هستی نیستی عمق جناب. سپاس قادری صاحب. آقای کینان شما صحبت کنین، باز وعده دارم اجازه میدیم از خود دفاعیت پیش از اینکه فروتن صاحب پیش از اینکه کانون گرامی پیش از اینکه خود صحبت آغاز کنی من یک کلمه را یادآور میشم که مو فراموشم نشه. ببینین دوستای گرامی، طالب عرف و شعارش حدیثش قرائتش چی است؟ میگن تنها دو نفر شما تارگت قرار بدین، توهین کنین، تحقیر کنین، خرد بسازین، تمام تاجیکا را با اینمی نابود کردین. احمد شاه مسعود استاد ربانی شهیده، هر دوی نفر تا میتونین برای تمام کاربرای تیک تاکشان، کاربرای یوتیوبشان، برای تمام حتی لابیگرایشان، برای همه وابستگانشان، حرفشان، شعارشان، فرمانشان اینمیست که تا میتونین احمد شاه مسعود شهید تارگت قرار بدین، توهین کنین. فقط اونم را که توهین کردین فکر کو کل قوم تاجیک نابود کردین. استاد ربانی شهید توهین کنین فکر کو کل قوم تاجیک نابود کردین. که بدبختانه بدبختانه استاد جلال میآید در ردیف جانی جانی و نستو قرار میگیره و احمد شاه مسعود شهید تارگت قرار میده. وگرنه اونایی را که خودت گفتی آقای وعدت که زنده هستن و مچه موهیت ما را در معامله گرفتن یا قصر جور کردن یا چی کردن، کجا از اونا نام گرفته؟ همیشه که میآید در هر برنامه احمد شاه مسعود شهیده، فقط عرف اولش، حمله اولش سر احمد شاه مسعود شهید است، به این معنا که ادایت طالب است، دستور گرفته ای آدم و وظیفیش یه نمیست که بیاید اینمی فقط تمام همو اقده های طالبانی و افغانیزم از گلون خودش علیه احمد شاه مسعود شهید، به نام احمد شاه مسعود شهید علیه تاجیکا بکشه بیرون. دیگه کدام گپ نیست. این را دوستا باید داشته باشن که اگر چون این ضعف نمی بود، استاد جلال هم قدر آدم تاجیک بی‌خاصیت نبود که بیایه علیه افتخارات تباری خودش گپ بزنه. ای که چون این یک ضعف را از این طالبا گرفتن و میگن که هر لحظه که علی امارات صدای برآمد در هر نقطه دنیا باشی ویدیوی تا میکشیم. این دیگه این آدم ناگزیر است، به خاطر که میگه در این پس پیری موی سفید شدی بیادر، یک دفعه گفته مردم دنبه لوچت بیادر در روی میدان مانده شد و آبروی رفت دیگه خودکشی که مجبور. این ناگزیریش است. کنان عزیز مهربانی کنیم. تشکر استاد. سلام به معذر شریف همه دوستا، نام نو میگیرم. گرچه من همونطور تصادف برابر شدم، خب عکس استاد جلال را دیدم، باز فکر کردم که کدام بی احترامی و بی حرمتی کرده به تبار و به سمت و به هویتش. دیگه اگر یک کمک چیز جزئیات بتی بسیار خوب میشه. آقای کنان، استاد جلال بعد از اینکه از زندان بیرون شد و استاد جلالی را که ما شناخت داشتیم که علیه استبداد، ظلم، بربریت صدا بلند میکرد، او استاد جلال نیست. حال فقط همیش در پای خودش شلیک میکنه. میایه در می هر جای یک محفل بود، اگر مایک بعد سازی قرار گرفت، میگه احمد شاه مسعود قماندان یک قهرمان یک محل فلانه در است، یا استاد ربانی اینی جرم جنایت در زمانش بود. یعنی خرد و خمیر کردن بزرگای ما که در تاریخ معاصر افغانستان بسیار با نام نیک بسیار جانفشانی کردن. دلیل تغییر پذیری استاد جلال چی است؟ آیا واقعا هم سرنوشتش چی شده؟ حراس از این داره که کلیپایش بیرون نشه؟ در همین مورد نظر شما را میخواییم داشته باشه. من صحبت های استاد جلال شنیدم، من فکر کردم که حتما کدام جنجال جدید داره، کدام بحث جنجالی دیگه کرده. با تاسف که ما همی تاجیکا هیچ وقت یاد نمیگیریم. من به نیست یک بچه مجاهد در گذشته چپی، راستی، خلقی، پرچمی، کمونست با هم از یا به دیده حقارت میدیدم و با او احساس دشمنی میکردم. پس آن وقتی دیدم تغییر تحول ما یکی نمی قدر سنم خورده است، آموختم، یاد گرفتم. وقتی خلقی برادرای پشتون با
یک رادیکال مذهبیش یک فکر و یک عقیده را دارن، به خاطر هویتشان، به خاطر اقتدارشان، به خاطر ازی که پشتون جایگاه خود از دست نده، امی کار ما چرا نمیکنیم؟ آل ما منیس یک بچه مجاهد اونمو احترام را که قهرمان ملی برام داره، استاد ربانی شهید داره، امیر ابوالای کلکانی خادم دیمی رسول الله داره، ببرک کارمل هم داره، اونم مزدک هم داره، آجی الماس هم داره، عامر صاحب بسم الله خان هم داره، دیگر رهبرایی که متعلق به قوم و تبارم است. اگر در گذشته بین از یا نزا بود یا از طرفین کسی کشته شد، هر چی شد، یک اشتباه سیاسی بود، در وقت بین این پختگی سیاسی نرسیده بودن. این بحث های آقای مزدک که من شنیدم، باور بکن خیلی خوشحال شدم، به دلیل از این که فهمیدن که گپ چیست. آل بحث بحث تنظیم، ایدئولوژی، تفکر، ای گپا نیست، بحث بحث اقتدار، هویت است. با تاسف که اینمی موضوع گپا را ما در بین سیاسیون تاجک از جریانهای مختلف نمیبینم. در بحث استاد جلال وقتی که زندانی شد، ما دینم اروپا به خاطر آزادی از این راپیمایی کردیم، شعار دادیم، مبارزه کردیم، اطلاع رسانی کردیم. وقتی آدم آزاد شد دعای شکر کردیم، ولی دیدیم که روز به روز آدم مسیرش تغییر خورد. اینمی آدم در حکومت استاد ربانی یک مجاهد بود، قبل از اون مثلا پرچمی بود یا کمونیست بود یا خلقی بود یا چپی بود راستی بود هر چی بود. ما دیدیم که در حکومت اینمی آدم جامعه تغییر داد. حالا یک آدمی که استاد باشه، دکتر باشه، پروفسور باشه، اینمی آدم دانشمند است. دانشمند به کسی میگن که ثبات فکری داشته باشه، تفکیک کنه، تشخیص بده نفع خود، یعنی به اساس ارتباطاتش با همه جریان ها، به اساس اونمو منطق سود و زیان باشه. ولی اینمی آدم نمیفهمه که گفته خود تیشه را گرفته دارم بند لنگ خود زده روان است و خوش میشه که یک چهار تا اوغان باز ایره بگه که خیر بینی استاد. اینمی آدم در محافل و مجالسی که میره، متاسف و کسایی میکنم که تاجیکای خود ما که برازی فرصت میتن اوجه که میره، باز میرن به شخصیت هایشان توهین میکنن. در بن آلمان در هفته شهید بود یا به مناسبت مولانا صاحب برنامه بود، اونموج خیس وقتی توهین و تحقیر کرد، مخو خیلی منطقی، خیلی با اونمو حفظ و حرمت جوابش دادم، ولی اگر دو کلمه دیگه زشت میگفت، شاید که در موجه کیمش در پیشانیش یا در چشمش میزدم. به دلیل از اینکه بعض مواقع تحمل نمیشه، ما هیچ گاه اجازه ندیم بینیم تو یک کسی که میایه در محفل خود ما، به اصطلاح در محفل مجاهدین، به رهبر مجاهدین توهین میکنه. گذشته از این موضوعات، به یک تاجک، به یک کسی که قهرمان ملی شخصیتی بود که بعد از این انمی سلطان محمود غزنوی و امیر ابوالعلی کلکانی، یگانه کسی که به هویت ما، به فرهنگ ما، به ادبیات ما، به زبان ما کار کرده، قهرمان ملی بود. در محوریت قهرمان ملی، رهبر ازبک، ترکمن، پشتون، هزاره، تمام اقوام می جنگید. یک فرمانده که کاریزمای شخصیتیش به حد برجسته و غنی بود، که یعنی رهبرا دزبسینه منتظر هدایت و رهبریش بودن. وقتی تو به او 30 میلیون، بیش از 30 میلیون انسان آزاده در سرزمین به او افتخار میکنه، تویی که از امتبارش هستی، تویی که سالا در سرخان از او چلیدی، تویی که یک وقت ما یک داستان قسم میکنم، در این روزای اید که میشد، یک عرف بود روز دوم اید، امی مجاهدین و بزرگا، امی قماندان ها می رفتن به دیدن شخصیت ها، به رهبر ها، مثلا به دیدن مارشال صاحب، به دیدن استاد ربانی، خانه گشتک می شد، دیدن استاد سیاف. تصادف ما رفتیم میمان خانه استاد، در خانه استاد که رفتیم، استاد جلال همونجا ششته، از امی قماندان های شمالی بود، عامر صاحب بسم الله خان بود، یک مجموعه کلان،
دیگه دمیگه ششته بود، استاد در یک گوشه ششته بود سر جای نماز، استاد جلال هم اینطور دوزانو کده بود، یک رقم توصیف میکرد که گویی یعنی بچه استاد باشه، یک رقم چاپلوسی، تملق، توصیف، ایگه پا. تصادف یک روز سیومش بود فکر کنم، دیدم که دمی روز دوم خانه استاد دیدمش، روز سوم که رفتم خانه مارشال صاحب، این اینمی تو یک موقعیت دونمو تو یک جایی در پولی مارشال صاحب ششتگی، این اینمی تو با مارشال صاحب توصیف و تعریف و هر چی که از دانش میمه خیلی به شکل تملق و چاپلوسی به حد دیگه غلیظ. ما که بیرون برآمدیم کسایی که بود گفت یه نانو آدمی بود که در اوجه ششته بود. خلاصه اینمی استاد جلال از برکت اینمی مجاهدینه که امروز بر ازوات توهین میکنه، معاش میگرفت، پول میگرفت، به مقام منصب رسید، به دانشگاه معرفی شد، زنش کاندید شد، هر چیزی را که امروز استاد جلال داره، شهرت، عزت، از آدرس مجاهدین است. ولی اقب پاس است که در غیاب از وا باز در یک برنامه میگه که من مارشال اینطور گفتم، پیش تو، پیش مارشال مثل تو فیلسوف و دانشمند اصلا او را نمیپذیرفت، اون یه ششته بود مثل یک حرمسرا واره نوبت چا نمیرسید گپ بزنه. یک دسه نفر از امو دانشمندار نام بگی، اجازه بده نام بگی از امو دانشمندار. استاد جلال اولش شامل دانشمندان است بخاطر از اینکه جز اینمی ارزش دادم بسته شهر استاد جلال واری از آدم دانشمند نداره کسی گپ بزنه که چیزی داشته باشه. آقای کنان یک لحظه مزدور غنی بود، برادر مزدور غنی بود، مسیر سالندگی تا مگی تا مزدور غنی بودیم، جلال دانشمند نیست، جلال توهین است که به او استاد دانشگاه بگید. اگر از کنان صاحب یک لحظه ببخشید، ببخشید سرای شاملی چیز نمیزد در دانشگاه کابل درس میدادن. آقای وحدت امی دکتر اسپنتا ببین، ده مراتب از استاد جلال کده آدم با سواد و اکادمیک و خردمند است. اینمی دکتر اسپنتا 1.5 ساعت در انتظار خانه اقامتگاه مارشال فهیم منتظر بود، 1.5 ساعت. اینمی دکتر اسپنتا تفاوتش همی از استاد جلال، استاد جلال یک دقیقه منتظر نمیمانه، بگذاره که من صحبت کنم. استاد جلال اونمو چی نداشت گوش کنه، نوبت خلاص از کنان، نوبت خلاص از بگذاریم مرفای کنان تمام شود، بعد از کنان صحبت کن. حالا خوی قصه داره فروتنی، خوی قصه رفتنی ایده داره. آقای کنان دوست عزیز، ام یک آدم ای که ثبات فکری نداشته باشه ایره بددجم دانشمند و در جمع روشن فکر محسوب نمیشه. ما بسیار شخصیت ها داریم از همتبارای ما، دکتر صاحب مسیر، دکتر صاحب بیژنپور، دکتر صاحب رئیل، دکتر صاحب مرادیان، دکتر صاحب پولادیان، ای اصلا در ردیف از شخصیت ها اصلا قرار نمیگیره. ای گفتم یک بحث علمی را تا بالا از استاد جلال ما نشنیدیم جز اینمی ارزگویی. ایک بحث علمی شه اگر تو داری کلپش را برای ما بته که من گوش کنم. تو وقتی که گپم میزنی اصلا معلومات در مورد جامعه و مردم خیلی ضعیف است. دوست عزیز، اینمی استاد جلاله که به قول آقای فروتن، اول یک آدم من چی کنم که یک آدم فیلسوف باشه ولی خانواده خود تنظیم و ترتیب کرده نتانه، تربیه از خانواده شروع کن، باز در منطقه، باز در جامعه، زنش از پیشش گریزان، خودش در بون، زنش در عالم، دخترش یک جه زندگی میکنه. وقتی که طالب برد، طالبی که سر اینه قریشکی رحم نمیکنه، زیر کمپل کش میکنه، استاد جلال کتی لبوری لختش میمانه. برادر آل شما چی خیال انداختنی؟ بس از فروتان سبی بس. آقای وحدت این انتخاب تا بعد از صحبت های کنان داشته باش. حالا گکانیست با خدا را خدا را داره بسی رسانه یه می رقم صحبت میکنه.
آقای وحدت بعد از کنان صحبت کن، انتقادت تو علمی تر مطرح بکن که بدر اینی رایتان اینی مشکل است. این قصه ایست که استاد جلال کجا میره، خانمش کجا میره، همه دوستا استاد جلال. آقای کنان سپاس، بگذاریم وحدت صحبت کنه، بعد از وحدت آقای بختیار صحبت کنه. چرا یک مخالف؟ تمام میکنم، مطلق تمام میکنم. استاد جلال وقتی که اونجا زیر کمپل کش شد، آل مکلف است که اطاعت بکنه از اونمو طالبه که همراهش لواط کرده. قضیه اشتیست هم پرو تنمی همه تو همه تو آدم های لوده رو بس چرا میاری؟ سپاس آقای کنان، آقای کنان حرف شنیده شد. آقای کنان سپاس مایت بستک. آقای وحدت بخونید به این میمانم کی را چی را در لایف میاره؟ انتقاد ده آقای وحدت نظر بتین، نظر تو نمشنه گوش کنه. ما بحث کلان اول مطرح میکنم. ما هر کسی که ما را متهم به محلگرایی میکنم بکنه. ما افتخاری را داریم که جریان اسلامی هایی که دونموج از شکل گرفته به رهبری استاد ربانی از منطقه ما بوده و یک دیدگاه کلان به سطح همه کشور داشته، هیچ زمان به سطح بدخشان نگاهش منحصر نبوده. امیر رقم طاهر بدخشی در جریان چپ مارکسیستی هم که آمده مبارزه کرده و اندیشه ورزی کرده، دیدگاهش کلان بوده و برای منافع همه اقشار و همه اطراف و سرزمین بیان کرده. هیچ گاهی بحثایش بحثای منطقوی نبوده. یعنی نگاه بدخشانیتان بگویم از نظر سیاسی یک نگاه ترمحور است، دنبال یک برنامه کلانی هستند که برای همیش مشکل افغانستان به نقطه پایان بگذاره، به خاطر منافع، به خاطر مصلحت و به خاطر گپا هیچ زمان موقعشان و موقفشان تغییر نکرده. شما در 20 سال اخیر ببینین سیاستگذاری های بزرگای ما را در داخل، هم در پارلمان، هم در رسانه ها و هم در ساختار دولت بودن، این مسائل برملا ساختن. بحثی ای که استاد جلال به خانه استاد ربانی میره، بله ما مسئله خیشی داریم، قومی داریم، منطقوی داریم، عید، روزای خوشی، روزای غم، همیشه از یکی دیگه دید و دید میکنم با حفظ اختلافات فکری. او یک بحث کاملا جداست. دوستی دیگه ما اشاره کرد که می به آدرس احمد شاه مسعود توهین میکنه یا به آدرس سایر شخصیت های دیگه. به استاد ربانی و به قهرمان ملی کسای توهین کردن که راه و رسمی بزرگ مردا را معامله کردن در کنفرانسی بن. به راه و رسمی کسان معامله کردن که آقای قدرت سیاسی را دو دسته و فاشیزم قومی انتقال دادن. ما با خودم نظر هستم. استاد جلال اگر هر چی در موردی از اونا میگه معرفی ندارم، اما وقتی احمد شاه مسعود استاد برهان الدین ربانی در مورد شرف میزنه واقعا دردآور است و بزرگوار. خب بحثی مهمی است. من از استاد جلال توقعی را گفتم ندارم که بیای همیشه در وصف استاد ربانی، در وصف قهرمان ملی سخنرانی بکنه، توصیف بکنه، چون به لحاظ فکری و اندیشه‌ای با او در یک مکتب سیاسی قرار نداشته. این یک گپ یادی است. هیچ زمان دو تفکر مخالف هیچ زمان در کنار هم از نظر فکری قرار نمیگیرن. بحث‌های سیاسی و منطقوی بحث جدا، اما بله حاضر فکری مکتب های سیاسی یا نمیتونن با هم جمع شوند. آقای وحدت چرا در زمان حضورشان استفاده سو میکرد از آنها؟ چرا در زمان حضور حیاتشان از آنها استفاده سو میکرد وقتی که تفاوت فکری داشت؟ چار خوب استاد جلال در اینمی مدت زندگی علمی و اکادمی کش که ما یک دو بار استاد از نزدیک دیدیم در یک مجلس آمده بود، ما خودم در موتر خودم استاد جلال از اموجا تا پیش خانهش رساندم. یعنی یک واسطه نقلیه نداشت که استفاده بکنه، نه در کدام موقف دولتی از طریق مجاهدین رفته بود و نه هم کدام موقف داشت، و همیشه همین مجاهدین به خاطر اینمی نقد میکرد که اینمی فرصتی را که به دست آمده درست مدیریت کنین که وضعیتتون خراب میشه، و همین رقم شد. دیگه دردی استاد جلال همی است که چرا قدرت سیاسی که با دادن هزاران شهید و با قربانی هزاران انسان به دست آمده بود چگونه ای را دو دسته تسلیم کردین و مردم امروز ری زیری ببین. یک گروه آقای وحدت گرامی،
حالی یادم خود رسمند در موقع در فصل حکومت استاد ربانی جایی رئیس دانشگاه کابل میشه. استاد شوای بزرگوار اجازه بتیم صحبت کنم. حالا از برکت استاد ربانی جایی رئیس دانشگاه میشه. خب خب شوه فیات داره چرا نشوه؟ در 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 حقوق علوم سیاسی از استاد جلال کده در دانشگاه کابل کی درسی بلندتر داشت؟ نه به واسطه رفته و نه خب یک آدم بی سواد یک بوده. یک استاد دیگه شایسته همین پست نبود غیر در مقصد کشور هم یک همین آدم. خب می رفت یک کسی دیگه می رفت. خب دیگران رفتن چی کردن؟ آقای وعدت منظور استاد شوا یعنی نمک ناشناسی روزگار یعنی استاد جلال چرا پاسی همون قدر استاد برهان الدین ربانی را نمی داشته باشه؟ حداقل رئیس دانشگاه میشه. فروتن گرامی فروتن گرامی فکر بکن که مرا یکی از مجاهدین در یک موقف قرار داده. من یک وظیفه گرفتم، یک چند روز در اوجه معاش گرفتم. قرار نیست که من به خاطر وظیفه تمام ارزش ها و تمام مسائل کلان یک مربوط به حوزه و مردم مسئول نادیده بگیرم بگم به من رسیده گپ نیست یا خوب هستن. این در منطق یک روشن فکر نمی گنجه. وقتی که تو میای بحث های کلان کشور مطرح میکنی، مشکلات و چالش های کلان مطرح میکنی، تو باید بحث ها را به سطح کشور مطرح کنی که ما در چی وضعیت قرار گرفتیم. چرا صدای بدخشانی ها در کابل شنیده نشد عزیزی من؟ اگر صدای پدرام شنیده میشد، صدای جلال شنیده میشد، صدای چندین روشن فکر دیگه شنیده میشد و تدابیر وقایوی و حمایوی و تدابیر استراتژیک برای روزهای بعد اگر یا میگرفتن، ما شما ما همه اقوام و همه مردم مونده وضعیت بعد قرار نمیگرفت. مقصر اصلی وضعیت دینی مردم هستم. پدرام بزرگ در ردیف استاد جلال قرار نده، توهین است به پدرام. پدرام خواهم استاد جلال اما دکتر پدرام هم اما دکتر پدرام هم اگر به نفع تو یک جای صحبت نکنم من مطمئن هستم که سرنوشت استاد جلال هم روش مواجه میشه. نقطه دیگه که فروتن سید آقای کنان یک لحظه وحدت دکتر پدرام بار بار جبه مقاومت را نقد کرده ولی ما نقدی دکتر سید پدرام را به منفعت یا منافع مردم رو من دیدیم. هیچگاه پدرام سید خلاف منفعت مردم شرف نزده، اما متاسفانه استاد جلال در لینگ خودش شریک میکنه، تبار خودش هم میایه آنقدر دوت بد و رد میته تا که فاشیزم خوشحال شده. فروتن سر ببینین آقای وعدت دکتر پدرام سالها مخالف فکری استاد عطا محمد نور بوده. ما به عنوان یک تن از زیر دستای استاد عطا محمد نور که سالها در زیر امرش کار کردیم، من پدرام دوست داشتیم. ما اتمی دوستای ما عکسای دوره های گفته مردم محمد کرزه که ما در دفتر پدرام یک جا با هم شتگیستیم دوستا عکسای ما دیدن. یعنی از امو زمان تا هنوز هیچ گاهی اصلا ولو که عامر مرا هم همراهش اختلاف نظر داشته، ما دکتر پدرام تایید کردیم بارها و بار بار احترامش کردیم به حد نهایی. هیچ کس اصلا این منطق ضعیف نداره که یک کس در آدرس امی دکتر پدرام بیایه یک دفعه، امی دکتر پدرام بیایه بگه که قهرمان ملی یا استاد ربانی سیاست های درست نداشتن و آنچه را که باید انجام میدادن انجام ندادن. فردای نمی موج اعتراضات علیه او هم استاد میشه و تمام کارکرده و فعالیت ها و روشنگری هایش کنار گذاشته میشه. هر سیاست مدار، هر روشن فکر، هر کنشگر سیاسی و اجتماعی حق داره که ابراز نظر در مسائل سیاسی داشته باشه و دیدگاه خودش را شریک بسازه. هیچ کس نمیتونه که مانی کسی شه. استاد جلال هم یکی از همین افراد است، حق داره که چیزی که میگه منتها در بحث برادر صحبت کردم که ما با صحبت های استاد جلال در مورد قهرمان ملی قطعاً موافق نیستم. قهرمان ملی را قهرمان ملی را یک بار، دو بار، سه بار اولی حوزه ما بوده است. ببین قهرمان ملی را استاد ربانی شهیده یک بار، دو بار، سه بار یادم در باد انتقاد گرفته. اما یعنی کارکرد قهرمان ملی قبیتر از کارکرد امروز طالب است که ما تو به چشم سر میبینیم، ولی از سنگ صدا میبرای علی طالب از استاد جلال نه. امی بسی گوش کنین، هم پیشترم یک کسی اشاره کرد گفت که یک مولوی دیگه محمد میگه پار زد. ببین او زمانی که استاد جلال این مسائل مطرح میکرد یک نوع تابوشکنی بود که در رسانه، در حاکمیت
یک گروه بشدت مسلح و بشدت خونخوار و خونریز آمده بود و این مسائل مطرح میکرد. او وقت یک جسارت و شهامت میخواست واقعا این کار. و امو مولوی هم که در قندوز مولوی بدرشانی بود، مولوی عبدالشکور حنیف شهری بزرگی که آمد به یک جعل تاریخی پرده برداری کرد با جامعه روحانیت. ما از جامعه های روشنفکری و نخبگان سیاسی همیشه بحثا را داشتیم، اما یک نامده بود مسائل سیاسی و مسائل نام افغانستان، تاریخ جلی را و دیگه آقای بدخشانی مشکلات را مطرح کنه. آقای بدخشانی بزرگوار این مسئله را با جرات مشکل خودت آقای وحدت، مشکل خودت دینمیست که بیشتر گرایش و فوکست در حد جغرافی های بدخشان است، یعنی که خود دونه محد قفل تست دیگرش دارید فراتر از اون فکر تاجیک و آبسته با بدخشان نیست دیگر. اینجا برای ما یک تاجک تبار هرات با بدخشان و پنشیر و پروان یکی است. اینجا جای محلگرایی نیست. و در ذهن سوال خطور نکنه که وقتی ما استاد جلال ماندیم بیاییم در مورد صحبت میکنیم. استاد شیوا از بلخ است، من از بغلان هستم، قادری سیب از کابل است، آقای کنان از پروان است. بیبی اینجا دیدگاه مایی است که استاد جلال میتونه بیاد در مورد کنفرانسی بون کسایی که معامله کردن ما را فروختن هر حرفی داره رک و پوسکنده بیان کنه، اما نباید به خاطر خوشحال ساختن فاشیسم برای احمد شاه مسعود و پروفسور استاد برهان الدین ربانی شهید سال افغانستان داود اشنام بده. او ما مخالف هستیم در این رابطه با بون یک صحبت کنیم. حتما همین آقای بختیاری نوبتش صحبت آقای وحدت به شما بار میگردیم به خاطر که زمان گیر نشه. یک جمله دیگر را میگم به خاطر از اینکه همین صحبت دوستا تمام شوه. یک تعداد گفتن که یک تعدادی از مردم از آدرس شما آمدن یا فشار سر کس آوردن. ببینید نماینده بدخشان یک چهار نفری که در اوج آمده یا هست یا نیست، نماینده ما نیست و مردم ما به هیچ عنوان همراه و همصدا همه بدخشانیان نبوده و نیستن. و موضوع ای که اینمی گروهی که امروز در ترکیب این گروه حاکم آمده از آدرس بدخشان، این گروه را یک جمعی از سیاسیون تاجیک تبار پرورش داده بود، ایجاد کرده بود، تمویل کرد، تجهیز کرد، اما زمانی رسید، من نام افراد فعلا نمیگیرم، اسناد مدارک در ریاست امنیتی با ولسوالی بارک بدخشان وجود داره که چگونه به یا مهمات و پول ارسال میشد به خاطر ناامن ساختن مسیر شورای اقتصادی حلقوی رای ابریشم. حالا این که یا بزرگ شدن یک لحظه خصوصا به خاطر شورای لاجورد بدخشان این کار کرده بودن. بله، یک نقطه دیگه را که نقطه آخری را میخوایم بگویم این است که میگن که امروز مزدوری را میکنن. پیش از اینمیا، پیش از امیایی که امروز در ترکیب یا هستن، همی افراد مزدور است از آدرس همی تاجیکا در کنار غنی و در کنار کرزی نبودن؟ مگر امیا چی چیزی نمیکردن در کنارشان؟ چرا تاجیکا در زمان امیا که در قدرت در پهلوی اینمی شخصیت های یا همی بزرگا یا دولت مردا بودن، همی شخصیت های تاجیک در زمان امیا ترور نشد؟ خواهمی ها خواهمون جا حضور داشتن، چی کاره بودن امیا، چی کردن؟ و این بحث ساختارهای سیاسی و دولتی است در هر زمانش باشن. در زمان کمونیستا دستگیر پنشیری کی بود؟ مثلا عملیات هایی که چقدر نفر از در بدخشان کشته شد در زمان کمونیستا، حتی گور دست جمعی در شهر در قسمتی از شهر فیض آباد دشت قرق میگن در اوجا پیدا شد که صدها شهید در اوجا گمنام است. خب ما بیایم شما را متهم بکنیم که ولد دستگیر پنشیری در چارچوب حکومت کمونیستی نجیب بود و این جنایت کرد و پنشیری ها مقصر هستند، این حرف میتونیم بگوییم؟ و هیچی نو نمیتونیم. بینن هر کسی که در ساختارا میایه آقای بختیار می باشه مسئولیت خودش داره و مسئولیت خودش داره. آقای بختیار زیاد انتظار ماندن ارتباط صحبت از همیت نقطه خدمت شما عرض کنم، معذرت میخوایم، بسیار عفو میخوایم دوست عزیز. ببینن موضوع بون وقتی که یک استاد میایه و خود استاد سیاست میگیره باید تحلیل درست داشته باشه از اوضاع. استاد جلال هیچ نوع معلومات و تحلیل از بن نداشته. ببی عزیز دلم، چون جوان هستین این برای تجربه کاریتان ما یک گپ میزنم برای آیندهتان که موضوع بن یک موضوع تصمیم گیری جهانی بود، نه تصمیم چهار تا تاجیک
نه تصمیم کسان دیگه، چون قرارداد در زمان مجاهدین با پاکستان اجازه بتیم به یک قسمت مردم میته، همین ده وزارت چرا باز جهان به دست یک تعداد افراد مشخص میته اگر در تصمیم گیری نقش نداشتن؟ یک گپای بزنیم که دقیقا منطق داشته باشه آقا. شما اجازه بتین این دقیقه که من برای شما دلیل بگم، قراردادی که با پاکستان در طول جنگ سرد صورت گرفت با آمریکا و ناتو، گفت اختیار افغانستان باید به دست پاکستان باشه و پاکستان همی اختیار گرفت و موضوع بون موضوع بین المللی بود و موضوع جهانی بود، منافع غرب بود و تصمیم گیری غرب بود که اینها باید به افغانستان بره و در رای گیری اول بون آقای ستار سیرت از 13 رای برنده شد و قیوم کرزای و یک نفر دیگه دو رای آقای کرزای برد. در اونجا بالاخره به زنگ میزنن و ظاهرشاه میگه باید یک پشتون در رأس باشه. قادری سی بزرگوار اونا یک پرسش مشخص خود داشتن، گفت که اگر در تصمیم گیری اینا نقش نداشتن چرا همه کسایی که در حرکه قدرت تکیه زدن از یک جای از یک محل تعیین شدن. یک ویدیو در گذشته نشر شد پشت بیهایند کرتن پشت پرده که استاد ربانی بر زنگ زده میشه میگه که دستت بکش، این موضوع بین المللی است، این موضوع از این نیست که یا خیانت کرده، نه یک تصمیم گیری خیلی بزرگ جهانی بود که ما اونم کشیدیم. سپاس آقای قادری سی بزرگوار. همین آقای بختیار زیاد انتظار کشید. آقای بختیار بفرمایید. بیشتر صدا کردم هیچ صدا را نمیشنیدی. مایک تباس کو. آقای بختیار یک دفعه پایین آل سایش دار سایش. درود مجدد فروتن صاحب عزیز، صدای ما درست است نه؟ آل صدایتون صحیح شد. فکر کنم پیشتر یک دو نوبت از سر ما تیر شد، ما تیر خدا آوردم گفتم نه، ما صدایت کردم تصویر تا کلان کردم اما شما صدا نداشتین. بهر رو بدخشانی صاحب روی بعضی نکات اشاره داشتن که ما با بعضی از بخشای صحبت های اینا موافق هستم، در قسمتی که هر کس در 20 سال گذشته با مردمی ما، با تبار ما، با ارزش های ما خیانت کردن، ما او را نه میبخشیم و نه هم بخشیدیم و نه هم خواهیم بخشید. این موضوع بسیار روشن باشه. همین کسایی را که اونا نام بردن انتقاد کردن، ما بارها در این تریبیون از اونا انتقاد کردیم و اینا با ادبیات بسیار نرم، ما بسیار با ادبیات تند انتقاد کردیم که دوستا شاهد هستند. در راستای ازی آمدیم که آدم و مردم نقد میکنند، هر کدام دوستا به نوبت خود دیدگاه خود شریک کردن، تا وقتی که آقای استاد را طالبان نمیبرن در نظارت خانه شان یا استخبارات طالب نمیبره اوجا یک قصیده نمیکنن، گوشتوی نمیتنش، تا او وقت میآید موقفش درست است. حتی رهبرای تاجیک، کلانای تاجیک اگر مورد نقد هم قرار میده کسی در مقابلش واکنش نشان نمیده. وقتی بعد از اینکه از چنگ طالب آزاد میشه به یک کشور امن میآید، فضای دموکراسی، فضای انسانی که در اونجا باید این صدای عدالتخانه بالا بکنه، میآید مغرضانه، هدفمند میآید، تخریب و ویرانکاری را شروع میکنه، این قابل نقد است. وطندار عزیز، ما و شما فراموش نکنیم که این آدم میآید چقدر هدفمند کار میکنه. از یک طرف میآید به ارزش های ما و شما حمله میکنه، از دیگر طرف ماسمالی فاشیزم میکنه، به طالب لابی میکنه غیر مستقیم. شما وقتی که میبینین میگه این دزدار طالب بسیار کاری خوب کرد، کی کار کرد؟ مگر مردم میره نمیفهمه که امی دزدار کاری خوب کرده یا خراب کرده؟ یک حرفی که برای طالب یادم، وقتی که میآید وقتی که اینا میآیند به آلمان پایشان میرسه، یک مورد بر علی طالب که او نظام طالب را به نامشروع بسازه با چالش بکشه، این آدم بگویه که نگفته و نمیگم، این قطعا از چیز نیست. ما میفهمیم میره وقتی که برداشت های ما میایه گپ میزنه، ما و شما بیایم کلگ ما و شما این بدخشی و بغلانی و پنشهری و پروانی نداره. ما با بحث کلان سیاسی که کی فروخت، کی خیانت کرد، او را کلگ میفهمه، دیدگاه خود داریم. ولی به بحثی که امروز که در مقابل مردم ما چی میکنه، ارزش ما چی میکنه، ما به تفاوت نمیمونیم، میایم نقد میکنیم. مسئولیت خودت هم هست، مسئولیت همه دوستا هم هست، میایه چیزی که به منافع مردم هست، به منافع کلان ما و شماست، باید بیایم او را بگیم. اگر بحثی خودزنی یادم نباشه، دلش هر کسی را که خواهی خیانت کرده نقد میکنه، ما با او بخش انتقاداتش موافق هستیم، هیچ مشکلی نداریم.
در قسمتی گفتین که طالب رای آدم کسی جرات نمیکرد، شما ببینین دمو قسمتی که عمو سخنگوی طالب رای گوساله میگه، بعد میای منافع مردم انعکاس میده که آدم بر شاسیب نرسه. پیش از اون صحبت های از این آدم ببینین، بعد از اینکه گوساله میگه صحبت های از این ببینین، مستقیم همین مسائلی چیز دامن میزنه که مردم به زبان طالب نمیفهمه، مردم فلان است که حال حاضر فلان است، ما بسیار متاسف هستیم با وضعیتی که در افغانستان جریان داره. پیش از او اگر شما ببینید صحبت هایش بعد از اینکه گوساله میگه چقدر میای حقایق را برملا میسازه که بزبرش چی نرسانن، آسیب نرسانن، که پشتیبانی مردم به خود داشته باشه، احساسات مردم برانگیخته باشه، کی کارش بسیار هدفمند گیره. ما میفهمیم، من مگه اگر کلوب ببینم میفهمم که هدف استاد جلال دوج چی است. به عنوان جنبندی، استاد جلال امروز، استاد جلالی که قبل از این که به طالب نقد نکرده بود، دو یادمو تریبیون صحبت نکرده بود، نیست. امروز استاد جلال یک وسیله یا یک ابزار است که فاشیسم ازش استفاده میکنه، طالب از پیش استفاده میکنه، طالبیسم از پیش استفاده میکنه. نقد ما این است، هر زمانی که دهن استاد جلال از کرایه ختم شوه، فارغ شوه، ما با استاد جلال، با ذات استاد جلال، با فکر استاد جلال، با هیچ چیز استاد جلال کار نداریم، برعکس احترامشان میکنیم. سپاس آقای بختیار. آقای دشتی، تصویر بختیار همیجا میمونم، بخاطر که شما تصویر دادن همیتونین از اول تا آخر به تصویر بودین. بفرمایید کوتاه نظرتون، بعد سراغ تاجکفر میریم. سلام احترامات به همه دوستا. ای کاش که امی قهرمان ملی و استاد شهید بدر میفهمید که امیتو آدم ها در کنار ماست، یا از اون وقت یک استخبارات صحیح میداشت یا از بین میرفتن، بهترین خوب کار بود. بخاطر چی که استاد جلال اتو فکر نکنین که بگه برو برادر مثل امید خراسانی واره طالب اسی بر ما. امید خراسانی در پنجشیر فعالیت میکنه، استاد جلال در کشورهای خارج، به خاطر کمی تربیت شده. حال شما چرا نمیفهمین؟ ریش خدا میزنن دیگه. خال خود طالب خود نیست که تنها ریش بان لنگی بان. اینم تو با یک هفته با دو هفته یادم زندانی شد، کار که در کشه تو خدا میفهمه و طالب میفهمه، فهمیدین؟ اینا رو یک کوچک استخبارات طالب است، ایجا آمده لابیگری با طالب میکنه، خیر خلاص. و دوم دیگه یعنی طالب گمشدنی است. تو که مجاهد بعد میبینی باز تو باز سوار از حکومت بدر پسن به میالت مجاهدین پیروز میشه، کامیاب میشه، باز تو کدام سو؟ باز اول ما می که کوشش میکنی که یک چوکی تو را بتیم، اصلا نه. تو کدیمی طالب اینمی چوکی ها را بازم وقتی گرفتیم باز وقت هست میکنین. غیر مسئولانه اگر صحبت کنیم باز زیر انتقاد می دیگه بهتر همی است که کسایی که اینمی لابی طالب هم میکنه خون در صفای مجازی مورد یک ده بازمه همی کلیپ تا میورداره، بازمه اگه اینا خیال پلاو میزنن، کار درست نیست. خیال پلاو چی هست؟ همی طالب تجارتی هست. این را فکر تو باز آقای دشتی تاجکفر هم مایک میتیم. آقای تاجکفر مایک تونه باز کنن، بفرمایید. سلام و درود بر همه، امیدوار هستم همه خوب و صد سلامت باشن. علیکم سلام. در قسمت وقت معرفای وعدت بدخشانی شنیدم، یعنی جا یک فخر میکنم به عنوان یک تاجک فارسی زبان که حداقل جوانی است که بسیار با مسائل سنجیده پیش میرد، اگر جواب هم میتهد، اگر نقد هم میکند، انتقاد هم میکند. مسئلهش بس محلگرایی نیست، ولی از محلیت، از مردم دفاع کردن حقش است. محلگرایی که باز به شکلی که مردم دیگه رو سرکوب میکرد، در یک جایی که احساساتی شد اون مسئلهش خودش هم متوجه شد، استاد جلال مربوط من شمالیوار میشد. اما تو هر تاجک دیگری که از هویت تاجک دفاع کند، ما مرزکشی در قسمت افتخارات خود دانشمندان خود نمیکنیم. آقای تاجکفر، استاد جلال پیش از زندانی شدن و بعد از زندانی شدن اگر یک دفعه مقایسه بکنی از چهره استاد جلال، گپ همی است. سر از اینمی نقدایی که با استاد جلال درست شود، بجا باشد، اما تو که خود وحدت بدخشانی با این موافق است که استاد جلال هم شرایط دیده، اوضاع را دیده، جریان ها را دیده، افراد را دیده، هم میتوند بیاد بشیند، اما انتقاد خود داشته باشد، نقد خود داشته باشد، شیوه بیان گفتار خود داشته باشد، نظر بروز میکند. ای که ما و شما موافقش نیستیم، مخالفش هستیم در همین قسمت، ای طبیعی هست. ما هم مخالفت خامه داشته باشیم. اون وعدت بدخشانی هم گفت که ما هم در همین قسمت موافقش نیستیم، مخالفش هستیم. یعنی شما وقتی استاد جلال اشتباه است، آقای وعدت هم به می باور است که در مورد استاد ربانی یا قهرمان ملی اشتباه میکنه.
چگونه استاد جلال را متوجه بسازیم که استاد رایی که میری اشتباه است؟ همی شیوه نقد، اگر با می قسم شیوه نقد که پیشتر ای گفت دوستا صحبت میکنم، من فکر نکنم کسی ده او اگر شما اگر نقد رو میکنید که یعنی راه درست نیست، اشتباه هست یا برداشت از مزایا یا نقد نظری که فعلا میکنی به منفعت ما نیست، یک مصلحت گرایی کنی بیایی چیزایی که نیاز است به امروز به جامعه تاجیکستان. برادر آقای تاجیک فرمان نمیگم که بیای استاد جلال از قانونی و عبدالله و چکچکی اوغانتوب به ما قهرمان سازی بکنه، بیای حرفایی که در مورد معامله‌گری از بن تا نظام جمهوریت 20 سال ضعف و معامله‌گرایی و همه قدرت از یک آدرس هر حرفی داره بگویه. وای به قهرمان ملی احمد شاه مسعود استاد ربانی حداقل احترام بذاره، یک نسل تعریف یک... نمیکنه حداقل توهینم نکنه. گپم این است فروتن عزیز که یک نسل تازه ای که امروز در ما و شما در حاکمیت که طالب داره در جغرافیا و یک نسل دیگری که از جمهوریت، از افراد جمهوریت یا کسانی هم که سردمدار جمهوریت بودن ناراحت هستن، خفه هستن، امروز یک نسل دیگری خواهان ازی هستن که یک دانشمند، یک آدم چیزفهم، یک آدم استاد دانشگاه بود، خواسته های شانی است که ابراز نظر دیگری کند، یعنی در پشت تریبونایی که قرار میگیرد حرف مردم را بزند و حرف تاجیک فرمان یادم هم شناسی؟ نه والا جنرال ادریس در یوتیوب هم بزنین، گوگل هم بزنین، یک کسی است که اینه شکل چهره می داشته باشه، آره یه نظام ایران فعالیت داره، یک حزبی هم از آدرس امریکایی ها در افغانستان میگیره، در مرزهای ایران و افغانستان در برابر نظام آخوندی طالب فعالیت میکرد. ای آدم اموشیوی ملاقاتایش با سازمان سیار که حتی در سفری که ترامپ در بگرام میداشته باشه در رقیب ایشان استاد است، ای میای اعتراف میکنه و از جاسوس بودن، اجنت بودن خانم استاد جلال حرف میزنه. بسیار با اسناد شواهد مدارک یک استادی که در برابر قهرمان ملی و احمد شاه مسعود که با یک کتله نااهل به نام وطندارای اوغانمون بالاخره جنگ‌های داخلی اتفاق افتید، یک عالم جنجال ضعفی از اونا را میخواه برجسته بکنه که اونا 34 میلیون انسان را در اون سرزمین مدیریت میکردن، اما خودش هم یک نفرم که کتیش هم بستر بود، شریک زندگیش بود، اونم را مدیریت کرده نتونست، او دو هم به سازمان سیا استخدام شد. واقعا تاسف بار است و بزرگوار. اگر نقد است حقیقت گرایی باشه، پس این حرف من حقیقت گرایی است. نباید مردم بیایه بگویه فروتن به استاد جلال چی میکنه، خیانت میکنه. والله قسم میخورم یک کلمه دروغ نمیگم. در ارتباط اسناد شواهد مدارک آدرس میتون برین یوتیوب نشته کنین جنرال ادریس آریا، در گوگل هم است، در یوتیوب هم است، یک کلیپ دور به دراز است و نمی وضاحت میده با جزئیات. ما همین مسائل اگر به اون شکل که فروتن خودت مطرح میکنیم ما چی نیستم، ما مطرح نمیکنم، ولی گپ ما ای است که نسل تازه امروز که با استاد جلال با دانشش با یاش باورمند هستن، نسل جوان خواهان صحبت های دیگر استاد جلال است یا موقف گیری در مقابل حاکمیت هستن. این توقع را ما داریم، این خواهش ما ازش داریم، این درخواست ما از استاد جلال داریم. فعلا هم موقف گیری آقای تاجیک فر اینم قسمی که منافع ملی هویت تبعی ما در وقتی پایینی سه ممی به تصویر همین جمله آخر من بگم حرفای تاجیک فر یک سویه توفان در حد نیست که در این بحث اشتراک کنه. همین تاجیک فر هم یک ذره چی که در آیست رفیق ما سو یک تاجیک فر عزیز حرفای تمام کن. امی این استاد شیوه هست، من گفت را که اگر او دوستایی که بیان بخوان نه ما خب بایی چنمان طرف استاد ما گفتم پیشتر خواهان ازی هستم از استاد جلال درخواست دیگری دارم، در اوضاعی که مردم قرار دارد باید به شکل شیوه دیگر انتقاد کند، نقد کند، صدای خدا بکشه تریبون خدا، انتقاد خود تا می که متوجه بسازه درست است، ولی ما باورم ای است که اگر مثل استاد شیوه و عادت بدخشانی و همه دوستای نمیجا اگر بخوایم که یک تحول درست بیاد مثبت، بعد یک درخواستای درست مناسب را از استاد جلال هم داشته باشیم، گپ درست است. ولی در آقای تاجیک فر ما استاد جلال فقط اینقدر میگیم که اگر جبهه مقاومت را میان نقد میکنه از جنایت و سربریدن و سنگسار و بسته شدن دروازه مکتب علیه طالب هم بیاید صحبت کنه. امیر من فکر نکنم استاد جلال رد کنه، ما را مشکوک ساخته احساس میکنیم که سرنوشت ایشی واریش، ولی حداقل ایشی رفتی هم را داشت آمد گفت استاد جلال منکر است، میگه هیچ گپ نیست. اما اگر دوستا باور ندارن، اگر اگه اتفاق افتیده باشه
استاد جلال امیال هم در اینجا بسیار تیبی عدلی آلمان خیلی پیشرفته وجود دارد. فروتن عزیز یک فرق وجود دارد. استاد جلال از تبار خود ماست، مربوط به خود ما میشه. مسئله دیگر مردم را که اگر نقد میکنیم به شکل دیگری ای گپ مایی است که برادر اینمی سه سال شده ما را دو میزنه بخواه. خیره من میگم اگر یک مجموعه بسیار بزرگه، من پیشتر برتان گفتم یک مجموعه بزرگ مثبتگرایه که تحول مثبت بخواهم بیارن، از استاد جلال درخواست کنم. من فکر نکنم که آدم منطقی است، آدم دانشمند است، هیچ وقت رد نمی کنم. یعنی گپ ای است که مجموعه رید موشن تاجکفر گرامی یک لحظه داشت لیلی عزیز تاجکفر گرامی ببین حسن امی برنامه انتقادی بالای استاد جلال این شاید چندمین برنامه باشه که از هر چینل برگزار شده، یعنی که یک برنامه، دو برنامه، سه برنامه اینجا اصلا اثرگذار نبوده. من فکر نمی کنم که او یک مجموعه چند نفری هم اگر در حضور از او آدم شرفیاب شوند و بگویم که استاد اینی طور نگو اینی طور بگو، شاید برای از او آدم قابل قبول امو لحظه باشه، ولی از این که او آدم قسمی که پیشتر ما گفته بودم در لابلای صحبتم، یک مشکلی که داره او آدم ضعفش این همیست که دائم الخمر است. او آدم وقتی که یک بار مست شد باز یک نه استاد شما اینمی گفت غیر مسئولانه نزن دیگه، اینمی صحبت خودت نمیست. برادر این غیر مسئولانه نیست، خودتش هست که دلش هست هر چکاره که میکنه مینوشم مینوشم. آقای مشابت برادشی اگه باور نداری به حساب مستی استاد جلال یک کلیپ بگونم خدا... یک حالا کدامت مست نمیکنه، نمی کدامت مست نمیکنه خدا اگر میگه اگر میگه اگر میگه کدامت مست نمیکنه نه کدامت نمیزنه نمی نوشه سایکو اگر میگه اگر میگه اینه تا میکسی مرا کنان که فروتن سیب که همی سالگرد تایر بدخشی هست یک شعر همیجا برای روحی همی شخصیت سترگ مبارزی نستو می خوانم باز من میرم استاد شوال بزرگوانمی مرد آهنین تایر بدخشی را بگذاریم کمی شعرش در وست بزی بخوانم. میگه کنون از بدخشان بگویم سخن، از این شهر فرهنگ و خاک کهن. یکی طاهر اما بدخشی لقب، یکی مرد دانا و مرد ادب. خردمند بی‌باک و اندیشه‌ورز، جوان برومند و والا هنر. با ضد ستمهای تاریخ خواست، از آیین مردی به عمرش نکاست. و میدان بیامد که داد آورد، حق خیش را به یاد آورد. پر از اعتراض و پر از مسئله، به دنبال حل فیصله. یکی شانه پامیر و گردن بلند، یکی پایدار و یکی پایبند. زهندو کش آمد به آوردگاه، که کوه ستم را کند همچکا. زهندو کش آمد به آوردگاه، که کوه ستم را کند همچکا. سپاسگزار از این که به ما فرصت دادیم و از این که فرصت دادیم. دوستان عزیز یک جان سپاس. میخواییم برویم. آقای وعدت. آقای جنان کدام گفتنی داریم؟ نه به عنوان آخرین حرفا. ببین. آقای وعدت آقای وعدت عزیز. هر دوی امینا از بدخشان بوده. درست است. وقتی که در وصف بدخشان هر قدر بگویی، امو قدر قابل گفته مردم امو ستایش و زیبنده است بدخشان، ولی ما نمیتونیم که دو شخص در یک ردیف که بدخشانی است باید تعریف حتمی کنیم. یعنی که مرد و مخنص است، مرد است، مخنص. وقتی که ما از طاهر بدخشی حرف میزنیم، طاهر بدخشی به طرف امو مبارزه خودش مردانه میره تا شهادت، اما استاد جلال با گرفتن یک ویدیو یک بار از داخل محبس چوری پوشیده میبراید و یک سره در رسای یک گروه متعجر آدم کش جنایتکار تعریف کده میره. ما نمیتونیم دیگه که بخاطر که بدخشانی است قند و قروت یک رقم بیان کنیم. این دیگه باید حقلانی تفکیک داده شود. میشنم از دوستان واسه رقم تشکر. آقای کنان بفرمایید. امو آقای وحدت بدخشانی رفت دیگه، خود خطا داد گریخت که من گپ ما متوجه زمو بود به هر صورت. اگر حرفی نیست تاس خیلی خلیلی رو فراموش نکنی وحدت بدخشانی که شب همه خوب دو...